خب عزیزان، عرض سلام و ادب دارم خدمتتون. جلسه 23 انجمن شاعران زنده رو با هم دیگه برگزار میکنیم. امید دارم که این جلسه هم کماف سابق جلسه پربار باشه، پر از اندیشه و شاعرانگی و اتفاقات خوب باشه. من از عزیزان خواهش میکنم، عزیزان مدیریتر، تا پیش از مقدمه هومن عزیز که بعد از صحبت‌های من اتفاق میفته، فعلا کسی رو بالا نیارن تا ما شروع بکنیم و بعد عزیزان ادامه بدن. من پیش از مقدمه هومن عزیزی عزیز لازم میدونم که یکی دو نکته کوتاه رو خدمت عزیزان عرض کنم. و اگه یادتون باشه هفته پیش بود که گفتم بد نیست که ما هر بار پیش از جلسه ها یه سری ورد رو بخونیم. اینم ورداییه که وردای خوبیه، دعوت به مهربانیه، دعوت به زندگی، دعوت به سلامت. من واقعیتش اینه که دیگه ابایی ندارم از این که مشخص به سمت تبلیغ این سبک از زندگی برم و مشخص عزیزان رو دعوت بکنم در زمان و زمانه‌ای که وسط یک سری از خبرها له داریم میشیم و در بسیاری از موارد هم مستقیم کاری از دست ما برنمیاد، به این دلیل که این خبرهای سیاسی اجتماعی هستند، اوضاع اسفناک کشورهای همسایه، خود ایران، و بعد تو میبینی به عنوان یک انسان حالا ایرانی، افغانستانی، عراقی، سوری در خارج از کشور خودت، در قلب اروپا، در آمریکا، کانادا و کشورهای دیگه میبینی همچنان داری اون ناامنی درونی رو با خودت حمل میکنی. قاعدتا باید این سوال برات ایجاد بشه که خب یه چیز دیگه ای پس هست که من دارم اون رنجه رو با خودم حمل میکنم. مشکل انگار در جای دیگه است. اینه که من انسان خاورمیانه، حالا من در مورد مثلا یه سری از کشورها خب نظری ندارم، اطلاعی ندارم، دانشی ندارم، طبیعتا حرف نمیزنم، من در مورد اون منطقه دارم حرف میزنم، مشخصا در رابطه با مملکت خودم. وقتی من میبینم من ایرانی 15 ساله، 20 ساله، 40 ساله تو اون مملکت نیستم حتی، اما دارم رنج ها رو با خودم حمل میکنم، پس باید برای خودم سوال بشه که مسئله یه چیز دیگه. و هر بار مبنا بر این که مبنا رو اگه این قرار بدیم که جلسه انجمن شاعران زنده مکانی است یا موقعیتی است که افراد قرار بیان اونجا عاشقی بکنن، شاعرانگی بکنن، زندگی رو ترویج بدن و حرف بزنن، ما هر بار پیش از جلساتمون باید این وردا رو بخونیم، تکرار باید بکنیم، اینقدر باید تکرار بکنیم تا این با گوشت و جان و ذهن ما درگیر بشه، یادمون نره، مثل ورزش میمونه. شما نمیتونی یک سال ورزش بکنی بگی خب من یک سال ورزش کردم ولی سه سال بعد دیگه لازم نیست ورزش کنم. هر روز باید ورزش کنی، هر روز باید مهربان باشی، هر روز باید تواضع داشته باشی، هر روز باید با جاه طلبی و خودبینی و خودبزرگبینی، و من اول دارم به خودم میگم، یعنی اینو مشخص دارم میگم، یعنی شما آینه‌ای هستید، من در مقابل شما ایستادم و در شما دارم خودم رو میبینم. وقتی صحبت از تواضع میکنم یعنی تمام اون چند سال همه رو خیلی راحت مثل موزیکام میریزم توی سطل آشغال، دوباره شروع کن، مثل شعره، خط بزن دوباره شروع کن. دو نکته اساسی، این مقدمه اول رو من عرض کردم، پنج دقیقه بعد از این دو نکته اساسی رو میخوام بگم. چند نفر از عزیزان دیدم پیغام دادن که ما شعر مینویسیم چندین ساله اما رومون نمیشه، خجالت میکشیم، فکر میکنیم شعرمون به اندازه کافی قوی نیست. نه عزیز من، از هومن عزیزی بگیر که پیشکسوت ماست، موش رو در واقع سفید کرده در این را، تا من نوجوان، تا بقیه عزیزان، هیچ کدوم، هیچ کس، حداقل تا اونجایی که من میشناسم در اینجا هم ادعایی مبنی بر این نداره که من چنان چنینم و چنان که کسی نباید جرأت بکنه جلوی من شعر بخونه. اینجا رو مثل یک باشگاه در نظر بگیرید. بلد نیستی لگد بندازی، بلد نیستی مشت بندازی، ما بهت یاد میدیم، با هم یاد میگیریم، با هم پیش میریم. این پس قدم اول، شجاعت، جسارت
شعر نوشتن، شعر خواندن هم میخواد. حالا بعد قدم بعدی شاعران زیستن و ریاضت کشیدنه که اونو حالا من امیدوارم یه جلسه نوبت من بشه من مفصل در موردش صحبت کنم. این مسئله اساسی بود. یه نکته دیگه هم میخواستم بگم، اون هم در رابطه با بحث این نکته دوم حاتف جان، این نکته دوم شما بر من نوشته بود، این چه نکته‌ای بود؟ یادت شما قرار ما تو این جلسه بگیم؟ نه حقیقتا کسی بیاد نره نکته دومو که من قرار بگم. اینجا در رابطه با سلام عرض بکنم، در رابطه با بحث مسابقه بود که گفته بودن. بله آره دقیقا بحث مسابقه. یکی از عزیزان یک کامنتی رو برامون فرستاد که من در یه چیز شبیه مایی که من در مسابقه مثلا این شعر چی گفتی، شعر و شعر خوندن که مسابقه نیست که، ما اینجا رقابت نداریم که، ما اینجا کمپیتیشن نداریم، اینجا میشن مأموریته، اینجا مأموریت شاعران زندگی کردنه. بحث اصلا بحث این نیست که ما بیم شعر بخونیم بگیم که، بازم همون مبحثه، توازنه از دل این داریم، یعنی تعیین وضع در واقع، یعنی ما وضعمون رو داریم نسبت به همدیگه و نسبت به زندگی تعیین میکنیم. اصلا به این معنی نباید تعبیر بشه که اینجا قراره که ادهی مثلا بهتر باشن بدتر باشن، ادهی برنده بشن پیروز بشن، ادهی ببازن، نه. این هم ممنون که اشاره کردید، این نکته بسیار مهمی که من همینجا بگم. در نتیجه این جمع مبناش باید روی صمیمیت و مهربانی و صلح و دوستی و محبت باشه. امید دارم که این پله‌ای باشه برای قدم‌های بعدی بزرگتر و ما داریم کار رو میکنیم. همین چیزی که من الان امروز هم توی فضای مجازی چند نکته رو اشاره کردم و سالها و که مخاطب من از من میپرسی که خب اوکی حالا درد و گفتی، رنج و گفتی، موجه هم فرض کن که بودی که گفتی، خودت از اون دل از همون طبقه اومدی، از همون جریان اومدی، خب درمون چیه، راه حل چیه؟ الان ما در موقعیتی هستیم که در مورد اون درمان حرف بزنیم، به اون راه نجاته یا راه های نجاته فکر بکنیم. من اینجا کوتاه میکنم. هومن عزیزی عزیز شما لطفا ادامه بده مقدمتو بگو و بعد بریم برای شعر. سلام خدمت همه عزیزان، ممنونم شاهین جان، خیلی نکات خوبی بود. من امروز میخواستم درباره روایت خدمت دوستان صحبت کنم. یکی از نکات مهمی که ما توی نوشتن در واقع باهاش روبرویم در ابتدای کار، عدم درک فاصله بین مؤلف و راویه. توی سینما مثلا ما یه فیلمی مثل رستگاری در شاشنگ که با صدای مورگان فریمن میشنم این فیلمو، یک صدایی دائم داستان رو با ما روایت میکنه، به این میگیم نریشن یا روایت در واقع. و وقتی که یک کتابی رو میخونیم، یک متنی رو میخونیم، در واقع شبیه اینه که یک نفر از روی دوش یک نفر داریم در واقع فضا رو میبینیم، اتفاقات رو میبینیم، از پشت چشم کسی میبینیم. اون که در واقع داستان رو روایت رو روایت میکنه راویه. راوی عموما زیاد آشنا نیستن بچه هایی که تازه شروع میکنن با انواعش، برای همین شاید خیلی در واقع لازم باشه که یک دور کوتاهی بزنیم درباره اینکه چه انواعی داره و چه شکلهایی استفاده میشه. پیش از هر چیز ما دو جور راوی داریم، یعنی یک جور داشتیم ولی از یک داستانی از ادگار آلن پو مثلا به اسم The Cask of Amontillado، جعبه آمانتیلادو که اسم کینو شرابه، با unreliable narrator آشنا میشیم، با راوی غیر قابل اعتماد. یک کسی راویه داستانه و داره تعریف میکنه که شخصی رو برده زنده به گور کرده به خاطر یک توهینی که طرف بهش کرده، ولی در سراسر قصه شما با این در واقع با نشانهای بسیاری روبرو میشی که نشون میده این راوی احتمالاً داره دروغ میگه. اطلاعاتی که به ما میده با هم در تناقضن خیلی جاها، و این در واقع خیلی نکته جالبیه به خاطر اینکه کل قصه از زبان این شخصه و وقتی که نشه بهش اعتماد کرد کلش قصه رو در واقع کل روایت رو در واقع باید درش تردید کرد و این خانش قصه رو خیلی پیچیده تر میکنه. نوع دیگهش که عموما اصل رو برون میذاریم راوی قابل اعتماد یا راوی که هرچی که میگه ما
تنها منبع در واقع دریافت اطلاعات و روایته و ما اون همه رو به عنوان حقیقت، حقیقت در واقع ادبی ازش میپذیریم. حالا از چه انواعی در واقع این، از چه زوایای دیدی این راوی صحبت میکنه؟ اونا باز انواع داره. ما معمولی ترینش بهش میگیم راوی سوم شخص دانای کل، یک کسی که در واقع همون مؤلفه، یعنی زبانش در واقع تطبیق پیدا کرده با زبان مؤلف و مؤلف به جای اون راوی به جای مؤلف صحبت میکنه، از همه چیز اطلاع داره، از زندگی شخصیت ها، از اتفاقات، از تصاویر، از هر آنچه که در متن قرار اتفاق بیفته. به این میگیم راوی دانای کل، که عموما همتون باش آشنایید. تقریبا اکثریت داستان ها و متون ادبی که میخونیم با این جور راوی سر کار داریم. راوی، ببخشید، سوم شخص، من اشتباه گفتم اول شخص، یه کسی که تعریف میکنه که من فلانی را افتاد، رفت فلان جا، فلان کار کرد، فلان چیز رو دید، فلان اتفاق افتاد، و اون همه چیز رو از زبان سوم شخص تعریف میکنه، بهش میگیم سوم شخص دانای کل. سوم شخص دانای محدود یک راویه که از یک بخشی از اطلاعات در واقع خبر داره، از یک بخشی از روایت خبر داره، روایت رو تا اونجایی که میدونه میگه و یه جاهایش رو در واقع خالی میذاره. مثل وقتی که مثلا من از داست قصه یک دوستی رو تعریف میکنم ولی از همه زندگی اون دوست خبر ندارم، اون اتفاقاتی که دیدم یا شنیدم روایت میکنم. ببین، میگیم سوم شخص دانای محدود. یه راوی داریم به اسم دوم شخص یا خطابی، که مثلا توی مثلا کتاب اگر شبی از شبهای زمستان مسافری از ایتالو کالوینو، شما توی این که داستان در واقع میبینید که خطاب در واقع شما، خطاب مخاطب در واقع صحبت میکنه. یه جاهای دیگه توی داستان کوتاه میبینیم مثلا به بهانه یه گیمیکی مثلا به کار میبرن که طرف حافظش رو از دست داده، شخصی که مورد خطاب قرار گرفته، مثلا دارن براش تعریف میکنن که چی کارایی کرده، چه اتفاقاتی افتاده، یا دعوایی شده مثلا دو نفر، یه نفر راوی داره به طرف میگه تو این کارو کردی، تو اون کارو کردی، تو اینطوری کردی، تو فلان اتفاق افتاد، و ما همه چیز رو در واقع مورد خطاب قرار میگیریم توسط راوی و همه چیز رو از زبان دوم شخص به عنوان مخاطب میشنویم. راوی اول شخص هم در واقع راویه که به فارغ از اینکه حقیقت هست روایت یا نه، به عنوان در واقع شبیه به اتوبیوگرافی و شبیه روایت خیشتن، روایت نفسه، و راوی شروع میکنه به تعریف کردن از زندگی خودش و همه چیز رو از زوایای دید خودش تعریف میکنه. من رفتم فلان جا، فلان اتفاق افتاد، فلان چیز، فلان، و همه چیز رو شما از زبان اول شخص میشنوید. این انواعش. یکی از در واقع بهترین آثار تاریخ ادبیات جهان از منظر تفاوت این زوایای دید، یک داستان کوتاهی از ارنست همینگوی به اسم زندگی کوتاه و شاد آقای مکوی، فرانسیس مکوی. داستان یک زن و شوهریه که میرن آفریقا توی سفاری شرکت کنن، و شما در طول این داستان بینی که بهش دائما زاویه دید تغییر میکنه، از یک شخصیت به یک شخص دیگه، شخصیت دیگه، از اول از اون شخص به اول شخص، حتی از زبان شیری که مورد مثلا شیری که قرار شکار بشه و دارن تعقیبش میکنن. توصیه میکنم دوستان داستان رو حتما بخونن، ترجمهش فارسی هست. فکر میکنم داستان دیگه هم که اسپردم، حتی کستام و دیرادو هم به تازگی ترجمه شده، من سرچ کردم یک کتاب ازش ترجمه شده توی بازار هست، روی نت نیست ولی توی بازار میشه پیدا شد. خب این از نظر زوایای دید. از یه جهات دیگه روایت باز خصوصیات خاص دیگه ای داره. مثلا یک روایت میتونه از وسط شروع بشه، و اینا که خدمتتون عرض میکنم مخصوص قصه نیست. توی شعر هم ما با یک روایت طرفیم و آگاهی درباره فرم روایت، شکل روایت و شیوه های روایتگری کمک میکنه که توی شعر هم ما در واقع موفقیت بیشتری کسب کنیم در بر ارتباط با مخاطب، به خاطر اینکه به خصوص وقتی که با یک شعر روایی طرفیم که عموما اینطوری هست.
همه روایت ها از ابتدا شروع نمیشن. روایت های کلاسیک ادبیات به این شکلن که ما از معرفی میرسیم، معرفی شخصیت ها، معرفی فضا، ستینگ مثلا فضا و موقعیت زمانی، میرسیم به شخصیت ها، معرفی شخصیت ها، بعد از معرفی که میگذریم میرسیم به گره افکنی یا چالش، زمانی که شخصیت ها با خودشون یا با یک پدیده ای در واقع تضاد قرار میگیرن و در واقع منافعشون با هم در تضاد قرار میگیره و این باعث میشه که همدیگر رو به چالش بکشن. این شخصی که داستان رو پیش میبره، شخصیت اصلی قصه، فارغ از این که خودش صدای خودش به عنوان راوی اول شخص میشنیم یا دربارش میشنیم از زاویه اون شخص، این شخصیت رو میگیم پروتاگونیست، یعنی شخصیتی که پیش برنده قصه است، و اون شخص یا نیرویی که پیش روش قرار داره رو بهش میگیم آنتاگونیست یا شخصیت بازدارنده. آنتاگونیست عموما سعی داره وضعیت فضایی روایت رو به همون شکل نگه داره، جلوی تغییر رو بگیره، و پروتاگونیست شخصیتی که عموما سعی میکنه تغییر بده فضا رو، و این آنتاگونیست عموما همیشه مسلما همیشه حتما نباید یک شخص باشه. توی پیرمرد و دریا از میگه ما با دریا روبرو هستیم و پیرمرد پروتاگونیست با دریا در واقع در چالشه. بعد از چالش ما میرسیم به اوج و بعد فرود، گرفکنی و نتیجه، یعنی نتیجه نبرد این دو نیرو رو که توی در واقع توی روایت با هم درگیرن. اما به خصوص توی داستان کوتاه و توی شعر که روایت مت خیلی کوتاه‌تره و روایت کوتاه‌تره به نسبت، با این بد نیست آشنا بشیم که یک نوعی از روایت داریم که از تابولا راسا شروع میشه، از نقطه اوج قصه. تصور کنید دو نفر با اسلحه کشیدن به سمت صندوق داره یه بانک و بهش میگن زود صندوق خالی کن، و ما بعدن به شکل تیکه تیکه میفهمیم که اینا از اتفاقات بعدی میفهمیم که اینا کیان و چرا این کار میکنن، دلیلشون برای این کار چیه و بقیه قضایا. توی شعر در واقع این فکر میکنم خیلی خیلی خوبه، اینکه آدم بتونه بهش تسلط پیدا کنه. وقتی که ما همینطوری مینویسیم، فارغ از اینکه چقدر استعداد داریم، چقدر علاقه داریم، چقدر جوشیده اون متن، چقدر جوششی و در واقع بر اساس ناخودآگاهه، فارغ از همه این عوامل، اگه آگاهی داشته باشیم به این که چه ابزارهایی داریم برای بیان اون چیزی که داره به ذهنمون میرسه، اون چیزی که داره اتفاق میفته توی متن، مسلما متن تراش خورده تر و زیباتر و موثرتری در واقع به عنوان نتیجه کار دریافت میکنه. یه نوع روایت خطیه، مثل همین که الان خدمتتون عرض کردم، یعنی همه چیز به دنبال هم اتفاق میفته، مثل همین فرم کلاسیکی که خدمتتون عرض کردم، از معرفی، چالش، اوج، گرفکنی، اوج، گره گشایی و نتیجه. یه جاهایی توی متنی اصلا اینطوری نیست، با روایت غیر خطی روبرویم. در واقع زمان روایت شکسته و روایت تیکه تیکه جا به جا شده. توی خیلی کتاب های مثلا زنگی رمان خوب مثال بزنم، سلاخانه شماره 5 از کوپنهاگن خیلی نمونه خیلی خوبی از در واقع این روایت غیر خطی. بعضی ها حتی برعکس، مثلا توی فیلم مومنتو اگر به یاد داشته باشین، ما روایت رو از آخر و اول میشنویم به بهانه مشکل حافظه پروتاگونیست قصه. و اینکه روایت عموما همه بخش اعظم و بخش اصلی متن ادبی نیست، تنها عنصر ارزشمند متن ادبی نیست. توی روایت در واقع توی متن ادبی ما با عناصر بسیار زیادی روبرو هستیم، مثل زبان، مثل تصویر، مثل موسیقی یا وزن، روایت و فرم و غیره. و بهترین متن متنیه که توی تمامی این در واقع عناصر، توی عناصر شاکلی موفق باشه، و موفقیتش در واقع در گروه این امره که این همه این عناصر با هم به تناسب برسن توی متن و
با هم به یک هارمونی برسن از نظر اجرایی. امیدوارم طولانی نشده باشه، زنده باشه. اومن جان بسیار بسیار عالی. من همینجور که داشتی شما صحبت میکردی، تعریف میکردی، خودم هم داشتم فکر میکردم و یکی دوتا نکته هم نوشتم و فکر میکنم که تو هر بار اتفاقا بیای و لایه های جدیدی از این بحث روایت رو توضیح بدی کم باشه، به این دلیل که من واقعیتش بسیار فکر میکنم به این نظم فکری خصوصا ما ایرانی هم برقا. حالا بازم دوباره برگردیم بحث خاورمیانه که چه اتفاقی میفته که برخورد اساسا ما به صورت عمومی برحال فرق میکنه با انسان غربی، این انسانی که برحال سنت فکر درش وجود داره، فلسفه دارن اینها و به علم در واقع، به کنه علم در واقع دسترسی پیدا کردن، با اینکه خب ما برحال دوره رو داشتیم، یه دوره چند قرنی رو در واقع داشتیم که حداقل هم در فلسفه، در کلام و در ریاضی ما هم قوی بودیم، ولی بازی افتاد دست اینا. در صورت این بحث بحث جدیه. از دل اون پروتاگونیسم و آنتاگونیسم در واقع یه دونه حفظ نظم موجود بیرون میاد، یه دونه هم برهم زننده نظم موجود میتونه بیرون میاد، یعنی اون قهرمان ضد قهرمان که جاشون با هم دیگه جابجا میشه بسیار بسیار مهمه. همین برهم خوردن نظم فکری یا عادت‌های شنیداری دیداری انسان‌ها در جغرافی‌های متفاوت هست که ما رو به نسبت در واقع نسبت اثر تعریف می‌کنه و همین دلیل بسیاری از خب آدم‌ها رو می‌بینیم. من نمی‌دونم واقعا یه کسی اگه مثل جان کیج تو موسیقی توی عراق فرضاً به دنیا میومد چه سرنوشتی می‌تونست داشته باشه، یا حالا کلاسیکارای غربی که جای خودشون. در هر صورت این بحث بسیار بحث مهمیه. بحث ما یه جا از آشتی صحبت کردی، البته از خود کلمه نام نبردی، ولی بحث همون عادت هاست. یه موقعی ما با مخاطب طوری برخورد میکنیم که میخوایم سوار عادت های مخاطب بشیم، یه موقع نه، اتفاقا میخوایم عادت ها رو پیاده کنیم در درگیری و در دشمنی با عادت های حالا مشخصا در رابطه با شعر در ابتدا شنیداری مخاطب قرار میگیریم، خوانش مخاطب قرار میگیریم. ایناست که لایه های روایت رو به وجود میاره. در ادامه صحبت مفصل و جدی هومن عزیز که فکر میکنم حالا خوبه که ضبط میشه و میمونه، عزیزان بارها بهش برگردن و اینو دنبال بکنن. خب ما سریعا بریم، عزیزان مدیریتر لطفا عزیزان رو اضافه بکنید که ما بریم فیض اکمل ببریم با خانش عزیزان. عزیزان فقط لطفا بالا که میاید میکروفونا رو ببندید، اتاقم که داره ضبط میشه و بریم برای شعرخوانی. ببینیم امروز خب عزیزان میکروفون ها رو ببندید لطفا، ما یه چند ثانیه تحمل میکنیم تا همه بیان بالا. خب این خیلی جذابه که از دور و نزدیک به گوش ما میرسه که در مورد انجمن شاعران زنده حرف زده میشه و آوازی این جمع در واقع داره به گوش بقیه میرسه و این جذابه از این جهت که تنهایان عالم، حالا ما عالم که بگیم زیاد غلو نکنیم، اون کسانی که تنها هن واقعا و یه ساعاتی در هفته رو در واقع دوست دارن که یه جایی در یک جمع خودشون رو تعریف بکنن، یا اون کسانی که از زندگی شلوغ، استرس ها، استراب ها و خشم های هفتگی و ماهانه و اینها خسته هستن، در یک روز در هفته در جایی خودشون رو تعریف بکنن. این به هر حال موجب خوشحالی، خوشبختی و افتخار ماست که چنین جمعی رو به وجود آوردیم. 23 جلسه است که ما تا الان تونستیم این کار رو ادامه بدیم و امید دارم که جشن سالیانه انجمن رو هم بگیریم. عزیزان لطفاً شعرهاتون رو در بایوتون، در اون توضیحاتی که در واقع به فارسی در واقع میذارید، تو اون بخش بذارید که وقتی ما داریم شعرها رو میخونیم، الان بذارید چک بکنم مثلا، خب الان من یکی دو نفر دارم چک میکنم ببینم. بله فرض ما بر اینکه بتونیم همه چی خوب پیش بره طبق برنامه. خب نفر اول ما بهزاد عزیز بفرمایید. سلام، وقتتون بخیر. جلسه دومه که میخونم براتون.
توف می کنم خلط های شبانه ام را، آنمان که چرک می شوی ایستاده و خمیده رو به تنهاییت کعبه. چهره های زنگ زده رنگ زده زرد با دلی آتشین کینه، قصه های ملخ های مزرعه. ماهیان سرت، غسل های شبت، کرم های تنت و من گربه ای ماتم زده. توف می کنم خلط های شبانم را در سپید دمان آزادیت، دود شدی پوساندی ریه های در همم را، ای 57. مرسی. خسته نباشید. بسیار عالی. من با پایان بندیش خیلی راضی بودم. عزیزان نظر. بله، ما توی ادبیات کلاسیک یک مثالی داریم، میگیم از رباعی ناخن چهارم زند ناخن به دل. اینکه اثر یک مثل والیبال چند نفر پاس میدن تو اون برن لبه تور و یه نفر سپک نهایی رو میزنه، تو ضربه نهایی رو میزنه توی زمین حریف. این پایین بندی از اون جنس ها بود. اینکه چقدر در واقع یه بخشی مثلا یک اشاراتی مثلا به کعبه خم شدن و غیره آدم رو یه مقدار میبرد به سمت مذهب و چیزهای دیگه. و 57 هم اسم سیگاره، هم به انقلاب اشاره داره، هم به اسلام اشاره داره. از یک جهاتی خیلی خوب بود. زنده باشی عزیزم. فرم پیچیده ای داشت. مرسی. بسیار عالی بهزاد عزیز. خانم شقایق عزیز، امیر جان شما که شعر فعلا نمیخونید، ما شما جزء مدیریتورا داریم. خانم شقایق سلام عرض میکنم. بعد از تو زیر باران خیس نمیشوم، پس چتری نمیبرم. بعد از تو برف که میبارد، شهر شبیه پیکر مرده‌ای با بدنی سرد، با کفنی روی تن خاکستریش. بعد از تو رنگین کمان، حاله ای از توهم نور، چنارهای بی جهت بلند، رودهای مضحک جاری و کسانم که فقط می میرند، حیواناتی که برای خوردنند و جانم که فقط نمی توانند. بعد از تو شعرهای مرده روی کاغذ با صدایی عاری از احساس. من حال همه سنگها را فهمیدم، من درد آب منجمد را و حرارت آب جاری. من بعد از تو مرگ را فهمیدم، روی موهایت گندمزاری بود، هزار گرسنه از موی تو سیر، در من هزار گرسنه بود. چه شوری داشت چشمهایت، جان می گرفت از تو شعرهایم. از تو هر چه می گفتم شعر بود، اما حالا تنها سخن می گویم. تو که بودی سرو با آسمانها می رقصید، رو چه چه زنان می خندید، باران به مانند نیاز باغها می بارید و عطر شراب می پیچید و برف رنگ نور می زد به تن عریان و خوشتراش درخت. تو چگونه رفتی که رفت، هر چه لذت بود. آی دلتنگ چشمهای تو بودم اگر دلم هنوز زنده بود. اگر میماندی داشت بهار میشد، امسال فقط برگ ها سبز شدند. چه با من شد، چه با من شد، جهان بعد از تو تنها خانه خالی است. بسیار عالی، خسته نباشید. من فکر میکنم که این کار جدا میتونه یه سری از بندهاش تعدیل بشه و دارم نگاه میکنم متن رو. جدای از خانشتون که به نظر من میتونه آرومتر با تومنینه بیشتر باشه، ولی یه سری از بندها، ببین اونجا که صحبت از بهار میشه، اگر میماندی داشت بهار میشد، امسال فقط برگ ها سبز شد. من واقعیتش اطمینان ندارم این که دوباره تاکید کنید که امسال فقط برگ‌ها سبز شدن. این تاکید به نظر من یه حشوه. این تأثیری دیگه در فهم مخاطب در نیامدن بهار در واقع نداره. بله شقایق عزیز، من به بهانه این شعر یک خیلی کوتاهی توضیح بدم. ما توی در واقع توی زبان لایه‌های مختلف داریم. یه لایه مثل تشبیه، شهر مثل فلان شده بود،
بعد میگیم یه لایه بعدترش میگیم عداد تشبیه رو برمیداریم میگیم شهر مثل جنازه شده بود و میگیم جنازه شهر. بعد میتونیم توی یک بند دیگه جنازه رو بذاریم به جای شهر، اون میشه میشه استعاره، این میشه نماد. یواش یواش میتونه عمیق‌تر و عمیق‌تر بشن لایه‌های زبانی. یه جایی شما وقتی که چیز رو توصیف میکنید توی شعر، وقتی از عادات تشبیه استفاده میکنید، در واقع زبان رو به سطح میارید. هرچی عادات تشبیه کمتر باشن، هرچی ما بتونیم بدون در واقع دیدن عادات تشبیه، حتی بدون دیدن مشابه علیک ببینیم که چی به چی تشبیه، چی جای چی نشسته، وقتی جنازه به جای شهر بیاد به طور کلی، اون وقت ما خیلی بیشتر متن خیلی عمیق‌تره و ما خیلی بیشتر تحت تاثیر قرار میگیریم. فکر میکنم از کار قبلی یه ذره بهتر شده، شما همینطوری باید ادامه بدید. فقط همین که شاهین جان گفت، یه جاهایی توضیح اضافی دادن سکوت در واقع دقیقاً شاید بیشتر از صدا ارزش داره توی شعر. اگر اون سطر بعدی نبود، اون سطر اگر نبودی بهار میش بهار آمده بود، خیلی بهتر، خیلی بیشتر و موثرتر در واقع مخاطب رو میگرفت. پایان بندی کارم همینطور، فکر میکنم همون سطر میتونه سطر پایان بندی شعر باشه، زنده باشه. عاطف عزیز شما یه نکته رو جانم. بله بله، من خواستم فقط اشاره بکنم و همچنین تشکر بکنم از برگزیده های هفته گذشته، در واقع جلسه 22 که خانم مهوش شفیعی، بله، نفر دوم بودم، و همچنین خانم منصوری سجادیان و آقای امین امینی نفر سوم مشترک رو با هم دیگه داشتم. و همچنین تشکر ویژه بکنم به سامان سویل نژاد عزیز که شعر منتخب هفته رو داشتن. و لطفاً دوستان عزیز توجه داشته باشین، اشعاری که تصور میکنین قابلیت بهتری دارند و بهتر نوشته شدن نسبت به اشعار دیگر، اینها رو یادداشت کنین که ما در پایان جلسه رأی گیری رو داریم. خیلی متشکرم. عزیزم من الان یه هفته دوباره دوتا صوتی خیلی بدجور دارم میدم. یکی دیروز با یه عزیزی صحبت میکردم، بعد یه صحبتی شد و قرار بود که بهش بگم که بله من میام اونجا، گفتم بله من تشریف میارم. الانم با حاطف عزیز گفتم یه چیزی شما میخواستی عشق کنی. این مثل این که جدیدن از ایران باب شده، عزیزان اینو عکس استفاده میکنن، افتاده تو دهن ما، میام من میخوام تشریف بیارم یا میخواستی عشق کنی، در صورتی که خب این احترام به نفر مقابله که شما میگی شما مثلا تشریف میاری، اینو من نمیشه باید رسخایی بکنم. برحال این افتاده تو دهنم. در هر صورت نفر بعدی ما، مرسی خانم شفای عزیز. خانم علی بفرم. سلام عرض میکنم خدمت همگی. میان آتش گلوله و خونی که میبارد، عشق آخرین دغدغه‌ای است که باید نوشتش. بی حاصل است و مضحک، آنان گفتند ولیک ما نپذیرفتیم. ما در میان آتش خون زنی را دیدیم که تن به شهوت مردی می سپارد روز بیبار، مردی که دوستش نمی دارد. ما در میان آوار گلوله کودکی دیدیم، بوی نای پیراهن پدر ریشه داده است در جانش. کودکی که فرون می ریزد از وحشت، هر باری پدر افیون زده خشم می شود بر سرش. در میان آتش خشم انسانی که سرب می شود دختری دیدیم، گرم از تورم بلوغ که فقر به حراجش می برد. مادیان می شود بی دشت بی صحرا، حبس در چندش گرمای پیر مردی لب گور. ما در میان آن همه خون، این همه گلوله، جوانی دیدیم قامت افراشته که معشوقش آه می شود، حسرت می شود، معشوقی که فقر فرمان به حراجش می دهد. ما در این همه عشق را دیدیم نشسته بر آستان دری بیکوبه، زین رو بگذار بگویم بی حاصل، ما مصمم تصویر می کنیم این اسیری استوار همه احصار را. خسته نباشید عزیزان. نظر علی عزیز دفعه اولشون شعر می خواهند، درسته؟ من کتابم رو اخیراً چاپ کردم و در ایران هم چاپ کردم، اما زیرزمینی چاپ کردم به اصطلاح.
شما اولین بارتونه در این جلسه شعر میخونید خانم علی؟ بله من اولین بارم هستش. خب بسیار علی، حالا ما با یک شاعر حرفه‌ای طرف هستیم، کار سخت میشه، نمیدونیم نقد صحبت بشه یا نشه. میتونید عزیزان اگه صحبت خاصی هست بفهمید. اومد جان چیزی میخوای بگیش؟ چشم حتما. علی عزیز، کار شما پتانسیل خیلی بالایی داره، از روایت و فضاش هم طبق اون چیزایی که با ما همخونه، هممون لمسش کردیم و حسش کردیم. اما فکر میکنم از نظر زبانی یه مقدار میتونه بهتر باشه، مثلا یه جاهایی مثل لیک، وار، توصیفاتی که به زبان در واقع کلاسیک ادبیات فارسی در واقع تعلق دارن، باعث میشن یه مقدار زبان فارسی، زبانتون از زبان معیار امروز، زبان ادبی معیار امروز فاصله داشته باشه. برای هم فکر میکنم اگه یه مقدار دقت کنید توی اینکه روی چه خطی حرکت میکنه امروز زبان، کار خیلی بیشتر به جون مخاطب میشینه. یک جایی هم مثل همین نکاتی که عرض کردم خدمت دوست قبلی، شاید اگه مثلا روسبیوار رو نمی آوردیم، ما اون مفهوم روسبی، همین که میدونیم یک کسی خودش رو تسلیم میکنه بدون اینکه دوستش داشته باشن، اون مفهوم روسبیوار درش مستطره و خودش به همراه تصویر میاد و یه جایی نیاز نیست توضیح بدیم. توضیح بیشتر در واقع باعث میشه اون خودمون تصویر قبلی هم اون ضربه و اون در واقع تأثیری رو که باید در مخاطب میداشت نداشته باشه. زنده باشه نزدم. من هم این نکته خیلی کوتاه میخواستم بگم. ما توی شعر معمولا از افعال مثل نثر استفاده نمی کنیم. من اینجا فکر میکنم زیادی شبیه نثر استفاده شده از افعال. ما با جا به جایی فعلا یا حذف فعلا میتونیم حس دیگه رو منتقل کنیم. اینکه بگیم سارا زن است با اینکه بگیم زن است سارا، اینا دو تا حس مختلف رو با هم در واقع القا میکنن به آدم. میتونیم بیشتر روی اینا دقت کنیم به نظرم. البته اگه اجازه بدین من یه نکته رو بگم که خب ما در شعرهای فروغ هم به کرات میبینیم که از نثر استفاده میشه، یعنی شعر نو از اون جهت شعر کلاسیک و سنتی رو تغییر داده که نثر رو بهش یک نظم نوین بخشیده. من فکر میکنم از این منظر اگر بخوایم بهش نگاه کنیم، افعال معنی پیدا میکنه در شعر نو. البته خب اینم باید مد نظر داشته باشید که هر کسی رو متناسب با همون ساعت شعری و کاری خودش باید در نظر گرفت. یعنی واقعیتش اینه که ما بعضی موقع نزد یک شاعر نوعی نگاه به افعال رو فرضاً می‌بینیم که اون از آن خودش کرده و در کلیت کارش تونسته اینو تعریفش بکنه. اینه که ما کاری رو انجام بدیم و بعد این رو قیاس بکنیم یا رفرنس بدیم به جای دیگه، این ممکنه که کار ما رو از اساس به خطر بندازه. یعنی این فکر نمی‌کنم، من فکر می‌کنم جالب‌تر باشه که شما کار رو متناسب با خود اثر و حداقل متناسب با آن چیزی که خودتون از شعر در واقع انتظار دارید یا بیان می‌کنید توضیح. ببخشید منم اگه اجازه داشته باشم یک، البته این نظر کاملا اجازه نگیرید حادف شد مدیرتورا اجازه نگیرم ورود کنم. چشم خیلی. البته این نظر شخصیه واقعا. من یه مقداری حالا مشکل دارم روی تاکید شما در ما، در این ما. من فکر میکنم اگه شما میتونستین ما در این میان و ما اونو یه مقداری حذف بکنین، چون چند بار تکرار کردین. من نمیدونم به خاطر این بوده که میخواستین فرمو نگه دارین یا چه انگیزه ای داشتین پشت این استفاده. من فکر میکنم اگر اینم نبود توی متن و میتونستین با فعلهای مقداری این ما رو تعریف بکنی، این میتونست بهتر باشه. ببینید من الان دارم دوباره شعر رو میخونم، همین ورود شعر، چرا این شعر به من اجازه میده که من اینو خیلی راحت تغییرش بدم؟ الان نوشته شده که الان تو ببخشید شما اولین جلسه از اومدید، ما بر حسب اینکه با فرض اینکه شما به عنوان یک شاعر حرفه‌ای هستید ورود کردیم، مگر ما هیچ وقت جلسه اول نقد نمی‌کنیم. اینو پیشاپیش اگر ناراحت کننده است میخواد میتونیم بذاریم، یعنی اینو فقط با هم دیگه در میان بذاریم. نوشته شده میان آتش گلوله و خونی که میبارد،
عشق آخرین دغدغه است که باید نوشتش بی حاصل است و مضحک. درست خوندم خانم ایلی؟ بله درست خوندم. یه بار دیگه حالا من اینو میخونمش. میان گلوله و خون که میبارد، عشق آخرین دغدغه است یا عشق آخرین دغدغه است که باید نوشته شود یا هرچی بی حاصل یا بی حاصل و مضحک. یعنی اون چیزی که مزدک گفت اینجا اتفاق میفته. بله خیلی راحت میشه این شعر رو عوض کرد، خیلی راحت، به این دلیل که این شعر به نظر من همچنان داره گرایش خودش رو به تغییر نشون میده. این انعطاف پذیری به تغییر یعنی این که مخاطب، من هنوز خوب جا نیفتادم، من هنوز با شاعر خودم به صلح نرسیدم، با مؤلف خودم به صلح نرسیدم، یا بهتر بگیم شاعر هنوز زبانش به چنان در واقع رسوب نکرده هنوز. ما وقتی که با فروغ، حالا این روشون مثالی که از فروغ زدید، با فروغ وقتی که روبرو میشیم، فروغ سهل ممتنه، فروغ با ما کاریم، جهان پر است از صدای پای مردمی که در حالی که تو را میبوسند در ذهن خیش تناب دار تو را میبوسند. حالا اگه دقیق درست کنوش، یعنی اصلا جایی برای تغییر برای شما نمیذاره. وزن یا آهنگ موسیقیش درسته، استفاده از واژگان درسته، ساختار درسته، نوع برخورد درسته. یعنی اینو ما باید مد نظر داشته باشیم که شعر باید خودش رو تحمیل کنه. پیش از این اومنجان که از روایت اسم بردن، من اونجا یه چیزی کلمه از ذهنم گذشت، اونم سحر بود. ما مجموعه ای از ساحران هستیم، ما جادوگریم. یعنی باید خودمون رو عنوان جادوگر بشناسیم. هنرمند این شجاعت اول باید داشته باشه، خودش رو عنوان هنرمند، آرتیست که میگیم، باید خودش رو عنوان هنرمند بشناسه و بدونه که کار هنر سحره، جادو داره میکنه. ما با واقعیت داریم بازی میکنیم، ما واقعیت رو داریم دستکاری میکنیم، ولی واقعیت رو هر کسی میبینه. در هر صورت من بیشتر جلوتر نریم، ما همینجا فقط اولا که از حضور شما بسیار استقبال میکنیم، بسیار ممنون که کسی مثل شما رو داریم در این جمع، ممنونم که حضور داشتید و امید داریم که بیش از پیش کارهای قوی‌تر و جدی‌تر هم بشنویم از شما. اگه اجازه بدین من یک توضیحی در خصوص همون شعری که از فروغ خوندین و گفتین که این جهان پر از صدای پای مردمی است که همچنان که تو را میبوسند در ذهن خود تناب دار تو را میبافند. ببینید اینجا اگر ما فعل، شما اونجایی که گفتیم بی حاصل است و مسک، باید یک حذف به قرینه لفظی یا به قرینه معنوی اتفاق افتاده باشه. وقتی که هیچ فعل اصلی در جمله به کار نمی، در شعر به کار نمیره، مخاطب این بی حاصل و مضحک رو چگونه میتواند تعبیر کند؟ مگر اینکه در مصرع قبلی یا در خط بالاتر از اون واژه است آمده باشه و در واقع شاعر این اجازه رو داشته باشه که حذفش کنه. فروغ هم در اون، حالا ما از فروغ مثال زدیم به عنوان کسی که در شعرهاش نثر زیاد به کار میبره و اونجا چگونه فروغ اجازه داشت که میبافند و میبوسند و دار رو حذف کنه؟ طبیعتا در یک جاهایی این اتفاق نمیفته. شما اگر به شعر مختوم قولی شاملو در واقع خونده باشیم، اونجا کلن در واقع شعر نثرگون به صورت نظم داره جلو میره و خب طبیعتا اگر جاهایی که تون و در واقع گویش رو دچار مشکل و اختلال میکنه، این حذف ها به شرطی که حذف های فعل هم درست اتفاق افتاده، بله میبایست اتفاق بیفته، ولی خب در اینجا خصوصا در این بی حاصل است و مضحک، حذفش کاملا بالا رو بی معنی میکنه. مرسی از نقد هایی که نباشید. خصوصا من یه نقطه دیگه حذف کنم درباره همین جمله‌ای که الیجان فرمودند. توی همیشه به قرینه لفظی حذف نمی‌کنیم، به قرینه معنوی هم حذف می‌کنیم الیجان. مثلا توی این سطر، همین توی بند اول، شما، من میتونم اینو اینجوری بخونم: میان آتش و خون، زیر بارش آتش و خون، عشق آخرین دغدغه‌ای است که باید نوشت. نپذیرفتیم. یعنی وقتی شما میگی آخرین دغدغه‌ای است که باید نوشت، بی حاصل و مضحک دیگه در واقع کلن اضافیه، خاطر اینکه قبلا توی جمله قبلی شما گفتین این آخرین چیزی که باید بهش پرداختیم، هیچ فایده دیگه نداره.
اشاره اون جمله در واقع تاثیر حالت قبلی رو کم می‌کنه. توی جمله بعدی هم آنان گفتند و ما نپذیرفتیم، ولیک ما نپذیرفتیم. اگر اون جمله فقط نپذیرفتیم بود، جمله قبلی تبدیل میشد به دیالوگی که شما راوی شنیده و اون وقت هم از نظر فرم و از نظر زبان کار قدرت خیلی بیشتری پیدا میکرد. زنده باشید. موضوع فقط در واقع فقط درباره حذف فعل ها نیست، باید به کل زبان تعمیم داده بشه این نگاه که تنها اون چیزی باید گفته بشه که بدون گفتنش متن ناقصه و در واقع کارکردش رو از دست میده. خب خانم الناز بفرمایید. عرض ادب و احترام خدمت تمام دوستان حاضر. بله حتما. قسم به مرگ، قسم به من که هنگامه مرگ نیز اعانت کننده‌ای نخواهم داشت. بسم الله و بالله بگذار تیر بارانم کنند. قول می دهم روز رستاخیز با گلوله ها سخن نگویم. به کریم خواهم گفت چقدر نش بر سجاده اش ریختند وقتی با خدا سخن می گفت و ما را با تبر به هماغوشی میله های عمود می بردند و نمی دانستند وطن آشیان ماست. مگر مرگ جز تپش های تند قلب است از آنچه بر کاغذ آورده ایم. به کریم خواهم گفت ما را به جرم عادت به نام خدا کشتند. در برگ، در برف، در خیابان ها پشت با ما، در لکنت چراغ های قرمز. السلام علیکم و رحمت الله. و آیه های قرآن از آینه ماشین های من آویزان بود. الله لا اله هو الحی القیوم. جنگیدیم و کشتند، جنگ دیدیم و کشتند به نام باورهای مطرود که در آینه چند شق شدند. الله اعلم. آری تو راست نمی گفتی، شرمی آفریدی و الله خیر الماکرین را نازل می کردی. این وارونگی خدا میان رکهای گنگ و کرم است که جادوگران شبان خونهایش را می مکند. من از نیمه های شب میان دیکتاتورهای چرت زده می ترسم. تبارک الله و احسن الخالقین و آنها در سپیده صبح قصال خانه ها را پر از تنهای آزادی خواهند کرد و من می دانم امشب نفردا شب آسمان می خروشد. با اولین باران خواهم رفت و به اولین آبادی سلام خواهم کرد. شاید باران مرا به خودم بازگرداند و فریاد نعش‌های خون مرده را به نیمی از این خیابان حیث برساند. از سیاه که هیچ نرویید شاید پنجره های این خیابان عاشق خونهایی شوند که هر روز در جوبهایش راه می روند. شاید ستونهای این مملکت را یک زن بتواند آبستن کند. راستی کریم، امشب نوبت من است که به خواب خدا بروم، آرایشش کنم و نقابش را بردارم و به ماتم بنشینم. می گفت الا به ذکر الله تطمئن القلوب. آری تو راست نمی گفتی. مگر می شود سرمای زمستان دست کودکانم را بگیرد و گرم ها کند. الله خیر الرازقین و خانه کارگران هرگز بلوط های گندمزار خوشه های تر و نفس های گرم
گدایی نخواهد کرد. آری کریم، تو راست نمی گفتی. درد همان درد است، زخم نشانه ای از درد است و مرگ این موجود هزار دست همیشه در انتظار رو بودن. این را وقتی فهمیدم که مادرم گفت و اندکی بعد به سوی قبله جان باخت. قسم به مرگ، قسم به من که روزی از آزادی خواهم نوشت اگر دیکتاتورها را از لگن به فاضلاب آب نا با خود ببرد و کریم بر روی سجادش برایشان نماز میت بخواند و هو کاذب العظیم. بسیار ممنونم که شنیدید و ببخشید که من شعر کوتاه. خواهش میکنم، خواهش میکنم. بسیار عالی. کار شما یه کار روایی بود. خسته نباشید. من فکر کنم بچه‌ها الان در موردش صحبت کنن. عزیزان اگه عاجل صحبتی نیست من یه نکته رو عرض کنم در مورد کار. یه مسئله اینه که اول شما بفرمایید خانم الناس که خودتون به عمد آیه ها رو تغییر میدادید یا نه؟ بله قطعا. و مجموعه دومی که دارم کلن در مورد آیه های قرآن هست و در واقع نقض کردن یه سری قانون ها و بله بله بفهمید همین. و مجموعه دومم هم در همین راستای در واقع با کل قرآن سر و کار دارم و این اولین شعری بود که از اون مجموعه خوندم و امیدوارم که بعدی ها بهترم بشه. منظور یعنی که فرضاً شما فرمودید که علا به ذکر الله این یعنی عمدی درش وجود داره که این چنین خونده بشه یا اونجا که در الله لا اله اون لا که هضم میشه در واقع این چه عمدیه در واقع این چه سنخیتی به خود کل وقتی که ما داریم توی چراغ‌های قرمز کشته میشیم بنابراین ماشین ها اونجا هستن و آیه های قرآن از آینه ماشین های من آویزان بود که الله لا اله و الحی القیوم. این یعنی یک جور نادانی و بیاندیشگی که همچنان که داریم کشته میشیم باز خرافات و من پس باید منظورم درست‌تر بیان بکنم چون آیه این هست الله لا اله الا هو الحی القیوم. من از تغییر آیه در واقع اینجا مد نظرم این بود که این جا افتاد لا یا اینکه شما از قصد این لا رو برداشتید. نه همونه هست نیست. نه شاین جان امکانش هست من نیستی رو بگم. اجازه بدید من صحبتم تموم بشه بعد الان اینو من نرسم. بعد من در مجموع میخوام به مسئله تلمیح اشاره بکنم چون تو این کار پررنگ هست. برای من خیلی دلچسبه این بازگشت ها در واقع چه به اساطیر چه حالا به قرآن به عتیق کلن به کتاب های در واقع دینی. اما یادمون نباید بره که تلمیح همون چشم انداختنه، یه گوشی چشمی انداختنه و اگه این گوش چشم انداختن چنان پررنگ بشه که دیگه خود اثر رو در بر بگیره من با شک بهش نگاه میکنم. من فکر میکنم بازگشت های مداوم به آیات اینجا میشه با احتیاط بیشتری باش برخورد کرد. یعنی یه جایی میشه که دیگه ما نخ داستان رو اون روایت اصلی رو از دست میدیم و بین آیه ها گم میشه. کدوم عزیز گفته بود میخواد صحبت کنه؟ ببخشید شاین جان آقا من متوجه نمیشم کدوم یکی از دوستان میخوان صحبت کنن. فقط این نکته رو میخوام بگم که این هیچ ربطی به باورها، ایمان و مذهب، قومیت، اندیشه و هیچ چیزی نداره. توهینی نیست و
میخوام این رو عرض کنم که این برداشت خود شخصی خود من هست و اندیشه شخصی خود من هست. نه خانم امنت، اصلا اشاره به بحث اصلا صحبتی در مورد توهین و این چیزا نیست. بحث تکرار و بیش از پیش. نه من فقط اینو بله چون ببینید شاید اصلا لزومی نداره شما کسی الان اینجا تو این جمع به شما چه چیزی استفاده از قرآن که بین نفسی کنه. فقط اینو کلی عرض کردم و اینکه اگر در هر بخشی از آیه استفاده شده قطعا بعدش توضیحی آورده شده، روایتی گفته شده، نوشته شده و این یک شعر روایی است دیگه. به هر حال بعدش این توضیح کاملش کرده. بسیار محمد جان شما می‌خواستید؟ بله من جسارتا در مورد ادامه یعنی اون موضوعی که حالا از حرف شما تو ذهن ما متبادر شد، این بعضی وقت وقتی اعراب یا کلمه عوض میشه توی یک مثلا جمله عربی حالا که منوط به قرآن یا یه روایتی باشه، تأثیر شاعر بر اینه که در عوض کردن معنی یا نوع چیز باشه، که اگر اون چیزی که برای ما ایجاد کرد، منم توی شنیدنش توی یکی دوتا از سطرهایی که شما از قرآن آورده این بود، یکی جا انداختن بود، یکی اون کسره رو به فتح تبدیل کردن بود، علاوه ذکر الله رو علاوه ذکر الله خوندین، این عمدی در کار بودن یا باید معنی رو عوض کنه یا باید اتفاق دیگر رقم بزنه، که خب این برام خیلی چیز بود. و اینکه همچنان معتقدم که ما در مورد ارجاعات برون متنی و درون متنی یه مقدار باید در موردش بیشتر صحبت کنیم. مرسی. اجازه است منم یه نکته نزدیک بود بگم عرض کنم. در رابطه با شعر الناز عزیز یه نکته‌ای که اصلا فکر می‌کنم که این یه شخصیتی هست در این شعر به اسم کریم، که در برداشت من این بود که این اون ارجاعات به قرآنی که داده میشه اینجوریه که مثلا میخواد نشون بده که این شخصیت کریم یک شخصیت مذهبیه، ولی من احساس میکنم که خیلی بیش از حد به کار رفته این آیات قرآنی و خیلی جاهاش علی‌رغم این که تلاش شده که در خدمت روایت و اون شخصیت پردازی باشه بیرون زدگی داره. و نکته بعدی که میخواستم بگم در رابطه با سطر بندی هاست. بعضی جاها سطر بندی ها خیلی طولانیه، بعضی جاها خیلی کوتاهه، که این باعث خانش و اجرای در واقع خوب شعر نمیشه، که کاش میشد در این رابطه هم یه دقت نظری داشته باشن. بسیار عالی، لذت بردیم. آقای عرفان. سلام، وقت بخیر. باز هم در غم دیدار تو من میسوزم، بی گناه هم به گناه دل لجباز خودم میسوزم. گفتم ای دل تو بیا از خر شیطان پایین، ندارم طاقت دوری از این فاصله من میسوزم. یاد پاییز و قدم های تو و نم نم باران، زیر تیغ شمس تابان امرداد مثل یخ میسوزم. مثل فرهادم و واهیست رسیدن به لبانت، من از آن تیشه که بر کوه دل خود زده ام میسوزم. خاطراتت مثل شمع روشنگر دل شد، ولی من پروانه صفت در شعله خاطره ها می سوزم. خیلی ممنون. خب خسته نباشه. عرفان عزیز شما چندمین جلسه است که شعر می خونیم؟ من قبلا هم اینجا خوندم، تقریبا از جلسات اول بودم و خب هر گاه که هر وقت شعر داشتم خوندم. اون کتاب اون جلساتی هم بودی که ما گفتیم که کتاب وزنهای شمیسه رو تهیه کنید. هنوز فرصت نکردم حالا به انقلاب سری بزنم و بتونم پیدا کنم. ببین نفع کنم حالا نه این توصیه من درست نیست. باش همو انقلاب نگاه کن. عزیزان اگه صحبت شاین جان، عرفان جان، خانوم الی توی کانال تلگرامشون یک سری کتاب‌های دبیرستانی رو در واقع سه تا فایل پی دی اف رو کتاب دبیرستانی بود منتشر کرده بود درباره وزن، که فکر می‌کنم حالا تا وقتی آدم بره که کتاب پرپیمون پیدا کنه همون کتاب‌های دبیرستانی هم اتفاقا هم آسان‌ترن هم درکشون ساده‌تره. شما تو بعضی از سطرها
فراتون 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 رایت کردی تو بعضی از سطرها، ولی تو بعضی از سطرها کاملا از بحث خارج شدی. زنده باشی. بله، فقط یه که عرض کنم، من اون کتابایی که خانم سلطانی معرفی کردن و حالا اون پی دی اف رو دانلود کردم و نگاه کردم، ولی راجع به عروض زیاد توضیح خاصی نبود، یعنی صرفا به معرفی وزنها پرداخته و زیاد توضیح نداده بود راجع به. خب بله، توصیه من به شما اینه که یه لحظه زیاد من شعرتون باز کنم دوباره. مثلا شما این سطر رو نگاه کنید، باز هم در غم دیدار تو من میسوزم، پلاتون 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 پلاتون، یا باد پاییز و قدم های تو در، نه من باز شکسته، اجازه بدین، گفتم این دل تو بیا از خر شیطان پایین. این دو تا سطر رو شما به عنوان معیار در نظر بگیر، اینو با صدای بلند بخون و در واقع سعی کن با هر هجایی با هر تکیه‌ای دست تو تکون بدی، بزنی روی زانوت و بعد سطرهای دیگر رو باش مقایسه کنی، ببینی توی یک ریتمن توی یه آهنگن. ما لزومی نداره حتما توی همون ابتدایی را آدم بره تقطی یاد بگیره بفهمه چی بلنده چی کوتاهه چی کشیده است، کافیه که حداقل ریتمش توی ذهن جا بیفته. اتفاقا فکر میکنم اگه اول نظر گوشی یاد بگیره آدم و ریتم تو ذهنش جا بیفته، همتون نوشتن بیشتر کمک میکنم، راحت‌تر راه میفته. بعدا شما میتونی بری تقطی و نگاه کنی که یه جایی که ایراد داری، ببینی مطمئن شی که ایراد داره یا نه. زنده باشی عزیزم. من یه چیزی دیگه هم بگم یا یه نکته پیش از اینکه اینو بگم، همینجا من به آیه مزدک نظافت، آیه نظافت، این برنامه های آموزش وزن تو من تو جمع الان میخوام بگم، اینو کی منتشر میکنی قربان؟ من اولین جلسه رو فرستادم برای آقای علی رضا باید ببینم چیکار میکنه آقا. اینو بگن انجام بده آقا، اینو بگین ببین، بچه‌ها همه منتظرن. آره خیلی مهمه، خودم اینقدر پیام گرفتم از بچه‌ها که خودم شرمنده شدم نمیتونم جواب بدم، ولی آماده است ویدیو، من حدود تا اینجا فکر کنم 11 12 تا ویدیو آماده کردم و آماده است. آره میتونیم شروع کنیم. خیلی عالی. ببینید عزیزانی هم که بحث وزن و اینا رو میخوان دنبال بکنن، یه سایتی هست به نام گنجور که اولا که یه مجموعه، البته همه شعرها به هر حال تو چیز نیست، مشکل دار توش هست، تصحیحات رو باید مراقب باشید، اما خوبی که این سایت داره اینه که وزن اشعار رو و شکلش رو در واقع پایین شعرها نوشته. شما میتونید شعر رو که وقتی مطالعه بکنید، حتی خانشش هم آودیو گذاشته، پایین میتونید بفهمید که اون وزنه چیه. بر این اساس میتونید تمرین هم در واقع بکنید. اینو مد نظر داشته باشید. گنجور. اونجا هم شما مراجعه بکنید. خب نفر بعدی، اجازه بدید ما یه رفرش بکنیم. خانم فریده. سلام و درود. شعرم رو میخونم. میان لخته های لخت خون خدا و آلت چرک نویس سرنوشت ساز زدم، از دست های خدا بالا بالا تا کمرش برقصد با 180 درجه تب، بعد عینکش را عوض کنم داخل مسکن موسیقی تا ناله های جدید انسان را با گام بلند پشت گوش های باد تحریر توهی ببیند و سجع های عذاب به چنگال آتش ورو کند دست دست. خدای هیست در خواب های دختران میان شرم گاه به پهلو گاه به پشت توتون می تکاند دود در آسمان سوراخ تا اوزون را راضی کند زن نشود که قاعده بازی های ماه گرفته را رو به رود زنجیر کند و به وقت گرسنگی با استخوان های جمجمه اجدادم غذا بکشد داخل دشنه خلوت تا درون دیس فوت کند فرزندی از لابلای استخوان‌های متبرک سر برآورد. جمجمه‌ها تازه‌ترند از باورها
وگرنه مرگ روشن کی وقت کرده با ناخونش درختی را بخراشد و خدا شپش‌هایش را خرما خرما شانه کند و فاحشه‌های مقدس را سیر. انسان صدا می‌زند، صدا می‌زند و دستانت نمی‌دانم از کدام کوه آویزان است که نفرین‌های تو را نمی‌بلعند و اینک درون طاعون سیاه کوچه‌ها فوت تو هیچ مریضی را حتی قلقلک هم نمی‌دهد. مرسی. بسیار عالی. من این زبان آرکائیک رو بسیار بسیار دوست دارم و فکر میکنم که با یک تصحیح خیلی ظریف زبان کار هم پرت میشه توی یک سطح دیگه. من خیلی دوست داشتم. مرسی، ممنون، متشکرم. بله، منم خیلی از کار خوشم اومد. یه جاهایی از کار دقیقا هم توی که شما اشاره کرد، یک میان لخته های خون خدا، یعنی یک برخورد اینطوری مستقیم با یک چیزی که امر قدسی محسوب میشه، یک کاریه که ما وقتی که تو شروع کرده بودیم اتفاق اصلا نیفتاده بود یا بنابرای اتفاق میفتاد. وقتی از اکتاویو پاز شنیدیم مثلا آیا این وسایل پیشرفته جراحی برای درمان زخمهای سیفیلیس خدایان است، من دیگه هیچ وقت این سطح رو فراموش نکردم. خیلی عمیق ناخون میزنه به جون آدم. استفادهتون از مثلا دشنه باتودیست تو سطر بعدیش که شاید یک رفرنسی باشه به دشنه در بیست شاملو، جمجمه ها، تصاویر همه خوب بودن. فقط فکر میکنم تو که شاید مثلا همون سطر اول میان لخته های لخت خون خدا، شاید لخت اگه نبود تاثیرش بیشتر بود، یا آلت سرنوشت، شاید آلت چرک نمیز سرنوشت بهتر بود، شاید چرک نمیز بعد یه جای دیگه میومد. یه مقدار به نسبت کارهای قبلی من فکر می‌کنم شما بازم خیلی بیشتر پیشرفت کردی واقعا. زنده باشی عزیزم. ولی یه ذره کوچولو میتونید بازم بیشتر به تلاش کارا رو زبون شما. زنده باشی. ممنونم. فروشان در خدمت. درود شاهین جان و به همه دوستان اساتید. من یه چهار بار تقدیمتون می‌کنم. برگه های مچاله در دهنش، قصه را با خودش کجا می برد؟ قبل آغاز هر روایت داشت همه شعرهاش را می خورد. بین دندان خونیش بودند شخصیتهای نیمه کاره او، یک به یک تک 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 شدند وسط داستان پاره او. از زنی ایستاد آخر راه قبل تردید رفتن و رفتن، در سرش گریه و بزاق کسیست، شوری از خودکشیست توی کفن. مرگ جا مانده از تن سرباز، دود و صرفه هنوز در حلقش، فکر همرزمهای خود بوده که همه سوختند در آتش. بچه ای فکر رفتن از خانه، مادرش زودتر به خوابت کاش، چیز سنگینی از توی گلوش، شادتر بود از عروسکهاش. عشق ممنوعه داشت روی لبش، دختری که نمی شود خوشبخت، مثل شیرین و باز شیرین تر، مثل لیلی و لیلی در تخت. مستر از پلیس زد بیرون یک جوان با دراگ سنگینش، حزم شد در اسید معده یواش همه لحظه های غمگینش. خون فقط شسته می شود با خون، خشم در چشم کارگر بوده، مثل چاقوست در شلوغی ها که فرو رفت در دل و روده. آخرین لحظه تجاوز بود، ناگهان مرد به خودش آمد، همسرش خیره شد به او ساکت، دخترش خیره ماند تا به ابد. پشت هم خورد شخصیت ها را، شاعری غرق خون و جوهر و درد، دستگاه گوارشش قاطیست، زور میزد مدام دفع نکرد. فصل.
دهنم پر شده است از کاغذ، خاطراتی که در سرم بوده، روزهای بدی که داشتم، روبرو روز بدترم بوده، دهنم پر شده است از کاغذ، دور من چرخ می زند دنیا، خم شدم روی میز خالی خود تا که بالا بیاورم همه را. ممنونم. بسیار عالی. سروش عزیز، کار سطرهای بسیار زیبایی داره، اما فکر میکنم یک جاهایش مثلا مثل چاقوی در شلوغی ها که برو رفت در دل روده، شاید اگر مثل چاقوی این شلوغی ها بود، یا یه جاهایی است حضورش با بقیه زبان نمیخونه، یا مثلا دستگاه گوارشش قاطی، اصلا اونجا هست لازم نبود اونجا اضافه بشه بهش. به طور کلی کار از فرم روایتش، بخصوصی که درباره روایت صحبت کردیم، از برخوردش با شخصیت ها، تصاویرش خیلی خوب بود. زنده باشی. امیر عزیز. درود خدمت همه عزیزان. من عذرخواهی میکنم، اولین جلسه هم هست، ببخشید اگر صدام میلرزه. نه عزیزم، راحت باش. کاملا راحت باش و ریلکس بخون. برای تمام نکوهش هایت حاضرم، دوباره بخوان، دوباره بگو. برای تمام تلافی هایت حاضرم، خورد شده بودی در راه، ولی برای بوسیدن تکه هایت حاضرم. من هیچ وقت نبودم، ولی تا همیشه که ثانیه ای هست برای گلایه هایت حاضرم. مرا دوباره بخوان که عشق درون صدای توست، ای مهربان. برای تلافی زجرهایت حاضرم، برای تنی منزجر شده درون خاک خیابان خمیده، چه حکمی داری؟ برای اجرای احکامت حاضرم. اگر به یک نگه بروم به مانند پوک سیگاری که بر زمین میریزی، دوباره در انتظار بوسیدنت میمیرم. آی فرشته مرگ، برای دیدار حاضرم. بسیار عالی. ما روشمون اینه که جلسه اول که کسی شعر میخونه سعی میکنیم نقدش نکنیم، این سنت ماست که خوش آمدگویی بیشتر باشه، آشنایی باشه. از جلسات دوم و سوم و اون نقدم که میگیم پیشا پیش، ما باید این رو خیلی خوبه که ما حالا یه جلسه یکی از عزیزان یا خود من مجبور هستیم که این بحث نقد رو بهش بپردازیم، چون بسیاری از ما ممکنه یک تصور وارونه ای از این بحث نقد داشته باشیم و اصلا نمیشناسیم، و تقصیر ما هم نیست، به این دلیل که سنت نقد به هر حال در جامعه ما، در جامعه ادبی ما اساسا وجود نداشته و یه بحث بسیار جدیه، بحث کریتیک در ادبیات و اساسا در هنر. به همین دلیل حواسمون باید باشه که نقد در واقع یه به شکلی یه لطفه، در واقع ما داریم افراد دارن فکرهای خودشون رو، احساسات خودشون رو با شاعر، با مؤلف در میان میذارن، اونم زمان و در دقیقا در لحظه‌ای که شاعر ممکن اشراف نداشته باشه به آن کاری که کرده، و این اتفاقا خوبه. در یک جایی یه موقعی بعضی از عزیزان چنان از شعرشون ممکنه دفاع بکنن که انگار صرف تا صد شعرشون رو میدونستن، آگاهانه انگار انجام دادن، در صورتی که خب این چندان نکته مثبتی ممکنه نباشه. یعنی شما در یک بیخودی کار رو می‌نویسی و دقیقاً مرزهایی که یا لایه‌هایی که در اون بیخودی اتفاق می‌افته، در اون بیهوشی شاعران اتفاق می‌افته رو منتقد یا عزیزان دیگه شاعر، حالا که ما منتقد به معنای حرفه‌ایش که نیستیم، که چون کار نقد مثلا یه کار شغله، شاعران دیگر اونها میان نگاه میکنن، از مناظری دیگه، زوایای دیگه، سطوحی دیگه به شعر اشاره میکنن، در نتیجه این کمک به شاعر، کمک به شعر. در صورت اینو مد نظر داشته باشید که خطاگیری در واقع نیست. چیزی میخوای بگم؟ ببخشید من متوجه حرفتون هستم، و
ولی من برای همین داستان نقد بیرحمانه، حالا من رسم این انجمن رو نمیدونستم، ولی برای همین داستان نقد بیرحمانه این انجمن حضور پیدا کردم. اصلا نگران نباش عزیز دل، اصلا نگران نباش، در زمان مناسب عزیزان هستن، گرگ‌های درنده اینجا حضور دارن و ما واقعا بعضی موقع فقط معذوریت زمان داریم، مگه نمیتونیم یه شعر رو یک ساعت روش وایسیم و درگیر بشیم با شعر. در هر صورت خوش آمد میگم بهتون. میریم برای جناب نفر بعدی و بزن من ببینم. عذر میخوام. بفهمید. من یه سلام عرض ادب میکنم خدمت و بزرگواران. زنده باشین. آقای نجفی، میخواستم ببینم که تعبیر ایشون از نقد بیرحمانه چیه؟ یه نقد داریم که بیرحمانه است و باعث رشد شاعر میشه. من به شخصه دوست دارم که بیرحمانه قلقم بشه چیزی که می نویسم و من رشد کنم. نه، نقد دیگه ای هم داریم که انگار شخص خصومت داره با شاعر. میخواستم ببینم این داستان چیه، حالا ایشون یعنی نظرشون چیه؟ خیر خیر، من منظورم دقیقا همون نقدی بود که ریز میشه روی شعر شخص و ریز میشه روی مفهومی که داره به مخاطب القا میکنه و دقیقا منظورم همون نقدی بود که باعث پیشرفت میشه و قصد تو این بازیان رو نداشتم. نه خواهش میکنم، فقط خواستم ببینم چون دو تا نقد ما داریم و اون باعث پیشرفت میشه اگر بیرحمانه باشه اتفاقا. بله متوجه هستم، من دقیقا منظورم همون بود. مرسی. خدمتتون شد که این نقد بیرحمانه هومن جان شما واسه چیزی بگید. ببخشید این نقد بیرحمانه، من یه چیزی هم اینجا اضافه بکنم، این نقد بیرحمانه در واقع از دل یه نگاه هم میاد که اون نگاه هر شکلی از ترحم رو در واقع در ضدیت با حقیقت میدونه. یعنی یه نگاه ضد مسیحی اساسا، حالا تو فلسفه، یعنی ترحم کردن، رحم کردن یعنی دروغگویی. این از اون منظر اگر شاید روشن‌تر بشه این بحث نقد بیرحمانه رو بیان کرد. شاید اینجا من خواستم بگم که اتفاقا اینجوری نیست، ما اصلا دو جور نقد نداریم، کلا یه جور نقد داریم، اگر جور دیگه ای هست نقد نیست. اینکه چه مقدار بیرحمانه باشه در واقع شاید به خاطر فضای معمولی و سنتی ادبی ایرانه که در واقع ما سعی میکنیم که در واقع طرف مقابل رو رعایت کنیم، بستگی داره کی باشه کجا باشه، اون در واقع بیشتر به روابط اجتماعی برخورد میکنه نه با در واقع نقد و تئوری های ادبی. در مورد دوست عزیزمون کلام شیخ خوندن من فقط یه نکته رو اشاره کنم، چون نقد خواستن، شما توی یک سطرایی خیلی شاعری از زن مثلا اونجایی که پوکه سیگارتو میدازی، اگه همون نقطه رو شما تقویت کنی به سرعت پیشرفت میکنی. تکرارها، همه این نکاتی که از اول جلسه هست که به خدمت بقیه دوستان گفتیم، اونا رو در واقع گوش دادی، قشنگ اونا رو در نظر بگیر روی کار خودت و خودت اولین کسی هستی که باید بیرحمانه کارتو نقد کنی، اولین کسی که باید بشینی اوراقش کنی، همشو بریزی پایین و ببینی از اسکلتش چی میمونه، اونا بعد بتراشیش، اگه چیزی اضافه میشه بهش سوار کرد سوار کن. زنده باشی. ممنون استاد عزیزی، من در تاثیر فرمودید. خب امین عزیز بفهم. وقت همگی بخیر. بروش جیغ دهان با اخته زبان، وقوق نوزادیم در گهواره فراموشی، خفخون بگیر سقط شد در فاضلاب، علامت سال کجاست تا بکوبم بر سر کودک عقیم از جیغ، ای خفگی در کابوس، ای للای خورناس، قنداق خفکی دور گلوی نوزاد تلمبار، جیغ شبم، جیغ شبی، جیغ در تکرار، جیغ جق جقه، بغض گهوار شکست، به تمرگ، خفشو با پستانک سکوت. ممنونم. خانم نجفی عزیزان. امین جان، فقط یه نکته من الان به ذهنم رسید این بود که
اونجا که گفتی ای خفگی در کابوس، ای لالایی خورناس، اون قنداق خفگی که میگی اون خفگی میتونه نباشه، یعنی چون خود اون دور گلوی نوزاد تلمبار اون خفه شدن رو تداعی میکنه، خیلی خانشم راحت تر میشه. مثلا میگیم که ای خفگی در کابوس، ای لالایی خورناس، قنداق دور گلوی نوزاد تلمبار، از لحاظ هجاچینیش هم بهتر میشه به نظر من. شاینجا من یه نکته میتونم بگم اگه امکانش هست؟ من چون کار حیف بود فقط گفتم انتهای کار، من تو هم راسته صحبت اسماعیل، اون سکوت هم به نظر من میتونه نباشه، یعنی با پستانک چهار تا هجای بلند به نظر من کاملا اون سکوت رو میرسونه و یه جوری به نظر من اضافه است اونم بعد مثلا خفه شو، و اون ترکیب هم یه حالت کلاسیکی به انتهای کار میده. کار حیفه، اون میتونه هست چه کنه. ممنونم. خب بسیار عالی، خسته نباشید. خانم تماس. درود و مهر بر همه عزیزان، خوشحالم از اینکه در خدمت شما هستم. باید درونم را بکاوم گاه، آسیم سر در من خروش خفته‌ای هر شب، بر بام آسایش نمی‌خوابد. خود را رها کردم، انانی نیست در بستر طوفان بیباکی. باید درونم را بکاوم چون این ننگ تو خالی پر از درد است. گاهی میان جمع می رخصم، گاهی فراموشم شده هیچم، گاهی میان هیچ هم دردم، گاهی میان درد خندیدم در ازدحام خلوت آشوب افکارم. در باور پیچیده دور پیکری متروک، با دست های خالی از احساس، در باور پوچ نبودن هست میگردم. باید درونم را بکاوم چون در من پیامی هست گم گشته، معنای تن سخت است و جان فرسا، گردونه‌ای با خود مرا برده. در دوره آشوب مغلوبم، باید درونم را بکاوم چون در بند آزادی گرفتارم. هر سمت این دنیای سرگردان چون بستر ویرانه پیری، از جمع گشتن سخت بیزارم. در انزوای کوچکی از درد روی تناب پیرزن، دستمالی از خون گشت آویزان. دیگر عصایی نیست، این چوب دست خفته بر دیوار مار سیاه وهم زندان است. من تا منم در بند زندان. باید بکاوم پیکر آزادگی ها را. این ماجرا تا کی کجا شاید؟ تقدیم بشم. خسته نباشید. عزیزان نظری ندارید؟ طناز جان من فکر میکنم یکم زبانش کهنه، روی توی این قالب نوشتن واقعا یکم سخته به نظر من با کارهایی که شاعران دیگه کردن. این ترکیب‌ها مثلا بذاری من اینجا چیزایی دیدم، انانی نیست، انانی اصلا خودش کار رو کهن میکنه، گم گشته، ما از این گشته دیگه استفاده نمی کنیم، گم شده، ولی شما به خاطر وزن مجبور شدین گم گشته بنویسین. یا یه جای دیگه بود، چوب دست خفته بر دیوار. این ترکیب‌ها متاسفانه کار رو کهن میکنه، زبان کار رو کهن میکنه. یک جای دیگه هم فکر میکنم از وزن بیرون زده بودین، من یه چیزی شنیدم اینجا، روی تناب پیرزن دستمالی، شما خوندین دستمالی برای اینکه روی وزن بیارینش، فکر میکنم اون ت رو حذف کردین. خیلی متشکرم از حسن توجه شما. مطابق من کلن خودم از زبان آرکایی خیلی خوشم میاد، منتها اگر که این ایراد هست باید حتما اصلاحش بکنم. واقعا ممنونم از اینکه به هم گفتی، سعی میکنم زین پس این کار رو انجام بدم. البته من فکر نمی کنم مزدک جان به عنوان ایراد، نه ایراد نیست، ولی به نظر من، نظر من اینه که مخاطب امروز با زبان امروز، در واقع زبان امروز رو میپسنده، یعنی گوشش با زبان امروز آشناست و
اون زبان قدیمی و اون زبان کهن رو پس میزنه یکم، یعنی گوش مخاطب رو اذیت میکنه این زبان نظر من. بحث هم همون جالب، ببخشید فقط من این فقط اشاره بکنم، هم بحث ضرورت است که این زبانه باید ضرورت خودش رو توجیه بکنه، همین که قدرتی که در این زبان هست، یعنی ببینیم که این زبانه چجوری میتونه خودش رو تحمیل بکنه به عادت شنیداری مخاطب، چون به هر حال میتونه خیلی راحت جوری دیگه شنیده بشه، مثل این سریال‌های قدیمی که درست میکنن به شکلی مضحک از یک زبان فارسی رسمی استفاده میکنن که اون دوره در واقع درگذشته رو بخوان تداعی بکنن. این اتفاق اگه نیفته به نظر من یه جایی میشه این چنین زبانی هم استفاده بشه، که خب کمان که ما تو شعر جدیدمون داشتیم دیگه، نمونه اخوان سالس یکی از این شعراست که این زبان رو استفاده کرده به شکلی، حتی من فکر می‌کنم شاملو رو هم میتونیم جزو این بخش به حساب بیاریم. بله، من به خاطر در واقع بحث اول جلسه خواستم به این نکته اشاره کنم که این یکی از شعرهایی که از زبان اول شخص استفاده کرده، در واقع تمایزش بود بقیه کارها، مثلا کار سروشان سوم شخص بود، کار بیشتر بچه‌ها سوم شخص بود، این اول شخص بود. یکی خواستم به این اشاره کنم که بگم یعنی اون بحثی که کردیم واقعا توی کار دیده میشه، تاثیر داره برای بچه‌هایی که تازه شروع کردن. و نکته دوم این که فکر میکنم اجرای زبانی، دست ما توی اجرای زبانی خیلی 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 بازتر از اون چیزی که تصور میکنیم. بعضی وقتا به جای کلمه گم گشته میشه کلمه سرگردان آورد، میشه یعنی ده ها کلمه دیگر میشه آورد که همون تصویر و همون معنا رو در واقع منتقل میکنن. و در واقع حتما اینطوری نیست که یک وزنی، حالا چه نیمایی چه تو قالب کلاسیک، حتما دست ما رو به شکلی ببنده که دیگه نشه به زبان خودمون برسیم. فقط باید یه مقدار به تک تک کلمات با تمام وجود دقت کنیم و بدونیم که در واقع منظورمون از اون به کار بردن اون کلمه چیه. تو تئاتر میگیم ما مثلا هر حرکتی، هر میزانسنی، هر حتی اگه تکون دست باشه، هفت تا دلیل لازم داره، از مو پردازی، از شخصیت پردازی، از همه میزان خود میزانسن، جایی که بازیگر باید میسه و غیره. توی ادبیات هم همینطوره، ما تک تک کلمات رو که باید بنویسیم باید با همه کلمات دیگه شعر ارتباط ارگانیک داشته باشن، با فرمش، با بقیه زبان به یک تعادل و یک در واقع هارمونی کامل برسن. این در واقع هدف اصلیه، هیچ کس بهش نمیرسه، ولی این هدفیه که باید به سمتش حرکت کنیم برای که کار رشد کنه، زنده باشه. مرسی آرمان. عزیز بفهم. من به خاطر اینکه به فلسفه اگزیستانسیالیسم خیلی علاقه مندم و اینکه مدام سعی میکنم توی شعرهایی که حالا البته شعر که اسمش رو نمیشه گذاشت، توی نامه هایی که مینویسم این چیزی که از فلسفه اگزیستانسیالیسم متوجه شدم رو بیارم و در واقع هدفم این هست، چون احساس میکنم در شعر ایران ما عرفان رو بسیار زیاد داریم ولی فلسفه غرب کمتر بهش پرداخته شده. میدونم خیلی کوچکتر از اون هستم که بتونم این کار رو انجام بدم، اون تا تلاشم بر اینه که بتونم همچین ارائه‌ای داشته باشم توی شعرهام و اینکه از همه شما دوستان عزیز هم سپاسگزارم. بسیار عالی، خسته نباشید. امید دارم فرصتی بشه در آینده ما رابطه زبان آرکائیک شعر شما و فلسفه اگزیستانسیالیسم هم در واقع متوجه بشیم و آشنا بشیم. ببخشید شاهین عزیزم، فقط برای یادآوری ما 45 دقیقه دیگه رأی‌گیری رو شروع میکنیم. عزیزان مدیراتور دیگه حواسا جمع باشه و کاندیداتون رو ارسال بکنین. خیلی متشکرم. ببخشید هاتف جان، سلام عرض می‌کنم، برای کی ارسال بکنیم؟ به خدا برای کی دوست دارین ارسال کنیم؟ اگه دوست داری برای من ارسال من الان یه گروهی درست میکنم، چون ما دیدیم که دفعه قبل بعضی از عزیزان نتونستن، عزیزان مادریتون نتونستن رأی بدن، من الان یه گروهی دایرکت درست میکنم همینجا، رأیاتون اونجا بفرستید. عالی، ممنونم. خب آیه آرمان. درود بر شما عزیزان، خیلی خوشحالم که در خدمتون هستم. 22 ساله هستم و تقریبا یک سالی که شعر می‌نویسم. اولین جلسه‌ای که خدمتتون شعر می‌خونم. حیرانم از نعره موتور سنگین‌های بی‌پلاک، زیر پای لات‌های ارزشی و خوش خط و خال،
تلفیق بوی خون قربانی و شعله زرد، رقص دختر بچه در بغل مادر با ضرب زنجیرها، علی گفتن میاندار و صف کتواک علمکشها، بوس فرستادن دختر همسایه، صدای نکره مداح و نوای ریتمی که تبل ها، حیران از گریه بچه‌ای که از دسته و دسته‌ای که از بچه جا ماند، از پیگیری رد پایی که به ایستگاه صلواتی میرسید، حیران از سقای تشنه و سرکشیدن کوکاکولا و چشمک زدن دختر چادری که سیگار بهمن میکشید، حیران از ساقی محل در نقش عباس، تشنه آب مشک و دشنه تر لب دافها، از نظر دادن نزول خور محل، حیران از چاک سینه و پیرسینگ و گلمالی دختران تا گردن کبود و گردن بند صلیب و دستان شیو مردان، حیران تر از اختاپوسی که در مقابل این جماعت رنگ باخت، از گوسفندی که با مناسبت زپش بین ولادت و مرگ شک داشت، از لبخند مغرورانه مرد موقع تشویق پسرش به دیدن جان دادن، همان داستان قدیمی دل و جرأت و درس دلیر بودن، یادآوری خاطرات پدر برای جمع، از خون ریزی و کشتار کربلای چند، امروز پسر کشتار را میبیند، شاید روزی حیران شود از مراسم غم زنی عاشورا، نزدیکتر میشود به صورت قصاب، مینگرد خون سردی و شاید لذت را، روز بعد به لبخند پخته گوسفند داخل دیگ میخندد و چشمش را با نمک میل میکند، حیران شدم اما هنوز ویران نه، کووید را دیدم، یک انگشت بر دهان و انگشت دیگری بر ماتحت، نگاهی تخصصی تر، خیابان همان خیابان، کثافت همان کثافت، بوی قیمه و سیگار کاپتان بلک و اسفند و عطر اونتوس هم زبان به مشامم رسید، بیشک بوها هم از این دیدار نابجا حیران شدند، بازار سیاه، دکانها بسته، این ماه فقط مداحان کاسبند، از این سیل خود جوش بازیگران تمام کارناوال ها حیران شدند، در پایان این فاجعه بد ویران شدم. شنونده که خور و پف خواب را سرکشید، نویسنده و راوی حیران شدند و در پایان خداوند و شیطان هر دو حیران شدند. درود بر شما عزیزان. با احترام به قوانین گروه، اگر نقد و چیزی بود من در خدمتم، خوشحال میشم که بشنوم. عزیزم شما چندمین جلسه است که شعر میخونیم؟ شاهین جان اولین جلسه است که خدمتتون شعر میخونم. اولین جلسه. بسیار عالی. ما این جلسه رو فرض رو بر آشنایی با شما عزیز میذاریم. اجازه بده که یکی دو جلسه هم بگذره شما. ولی تو جلسات حضور داشتی نه؟ بله بله حضور داشتم. آره. بسیار عالی. شعر شما ببینید یک شعر جوانه و باید روش کار بشه. اینو فقط مقدمتا من فکر کنم باقی عزیزانم روش توافق داشته باشن. ولی اجازه بدین ما سر فرصت بشینیم و روی شعر کار بکنیم. ولی تبریک میگم حضورتون رو و امید دارم که حضورتون ادامه داشته باشه. زنده باد، سپاسگزارم. زنده باش. محمد عزیز. سلام عرض میکنم خدمت شما و همه شنوندگانی که الان صدای ما رو میشنوند. من جلسه اولی است که به شعرخوانی اومدم و اما خب جلسات پیش هم حضور داشتم. 20 سالم هست و امیدوارم که حداقل نظرتون رو در مورد شعرم بدید. حتما عزیزم، بسیار عالی، بفرمایید، گوش میدیم به شما. تصور من بر اینه که ایشون قطع شدن اصلا. درسته نه؟ من نمیبینم ایشون. فکر میکنم رفتم بیرون تا اینجا. باش. خب ما با آقای ماردین ادامه میدیم. بفهم. برای حفظ توازن تمام خشاب را در سر ضعیف‌تری مورچه خالی خواهم کرد. حین ابلاغ هزینه‌های انرژی، زئوس و فامیل نزدیکش را به بازی با چوب دست های سائق‌دار کم مصرف ترغیب کرده. طی نامه‌ای از پنگوئن‌ها و
و سایر حیوانات با سواد قطب شمال شاید جنوب درخواست خواهم کرد ضمن نوشیدن آب بیشتر از آتش بازی بپرهیزند مبادا سطح دریاهای نچندان منجمد شمالی از نیم متر کمی بالاتر آمده و علاوه بر سوپرمارکت های واشنگتن چند نخ آدم و زیر زمین های جاکارتا زیر آب برود نقشه باغچه کوچک در کرانه باختری رود آمبالور که طی برنامه ریزی های دقیق شاید کوتاه 40 ساله برای کاشتن هویج در بازنشستگی انتخاب کردم مشکلات خارج از برنامه محتملند محض احتیاط گلوله‌ای برای خودم پسنداز خواهم کرد عزیزان بفرمید خسته نباشید کار مارتین مارتین عزیز مثل همیشه عالی بود من از در واقع طنز پنهان زبانش خیلی خوشم میاد شاید رپرنس ها همیشه به نحو متن نیستند رود آمبلور مثلا وقتی که نمیشناسه آدم به شکل ناخودآگاه وقتی شما یک رپرنسی رو نمیشناسی یک حسی با آدم دست میده انگار که درک نکردیم اون در واقع اون بخش از کار رو اون بخش از متن رو ولی روی هم رفته کار بسیار عالی بود زنده حسین عزیز ببخشید من یه چیزی عرض کنم این رود آمبالور در واقع اصلا وجود نداره یعنی رود آمبالور رودی نیست که اصلا وجود داشته باشه یه کلمه خیالیه ممنون ببخشید شرمنده من باگ خوردم مثل اینکه مفت آدینس شده بودم میتونم الان محمد عزیز بفرمایید بله بله بفرمایید مرسی امید بهتی بیشتر از انتظار آورد. دست توکل ترس‌های تازه بار آورد. از سرفه‌های همدلانه سهممان واگیر، هم سفره پای سفره ما گیر و دار آورد. قحط تفکر بود و هر کس قدر وسع خود مغزی برای صوله‌های احتکار آورد. های نفس این کول بر دوش خود آهی هم وزن بهت زندگی اندوه بار آورد تدخین جبراگنده حجم تنفس را در پاکت سیگارهای اختیار آورد از رد پا بر برف حتی زودتر کوچید بال پرستوی که اخباره بهار آورد بذر خدا بودیم حیف از شور بختیمان خیرات بادی شر به سوی شورزار آورد کابوس مجهولی که گفتند آفرینش بود ما را پراند از خواب و سمت روزگار آورد ما هیچ کس ها را برای هیچ کار آورد نیست که تحمل کرد بسیار عالی، بسیار عالی. محمد عزیز چند بند درخشان جدا یالا از بحث زبان کار ولی بندهای درخشان من دارم اینجا میبینم. خصوصا این بند بسیار منو جذب کرد. بذر خدا بودیم، حیف از شور بختی من خیرات باد شر به سوی شورزار آورد. اینجا به درستی بحث تقدیر حتی فراتر از اون تقدیری که در واقع در الهیات بهش اشاره شده استفاده درستی از در واقع فلسفه شده درست بسیار بسیار درست ممنونم ببخشید شاین عزیز من یک نکته رو میخواستم در مورد شعر ماردین جان بگم بفهم. نمیدونم الان که
نه بفهم مودریتور ها اصلا اجازه لازم نیست شما بفهمید مستقیم وارد شید. من شروع و پایان بندی شعر رو خیلی دوست، پارودی کار رو، اما یک نکته رو در مورد استفاده از فعل خواهم کرد میخواستم به ماردین جان بگم و این که میشه در محور هم نشینی بازی کرد با حضور و استفاده از فعل خواهم کرد. من دیدم اینجا چندین بار ماردین عزیز فعل خواهم بر پایان جمله آورده. حالا جز اون که میشه حتی در محور جانشینی هم جایی تغییر داد، اما به طور قطع اگر در محور همنشینی تغییر بدن، من فکر میکنم که از زبان شناسی شعر موفق تر خواهد بود و زبان هم پالوده تر. متشکرم. صدای منو داشتین؟ من پو کانکشن خوردم. بله بله داشتیم. خب عزیزان در رابطه با شعر محمد جان کسی نکته ای نداره؟ هومن جان، مزدک، حاطف، عزیزان، امیر، اسماعیل، خانم الی. شاید دفعه اولش بود که شعر میخوندن، درسته؟ این دفعه اول بود؟ آره بعد دفعه اول. خب نه اینو با موید میپرسیدیم. آره آره عذر میخوام. بسیار علی، در صورت تبریک میگیم و بسیار خوشحالیم که شما رو در جمعمون داریم. محمد عزیز خوش آمدید. بریم نفر بعدی که باید ببینیم بعد از فکر کنم حسین جان شما هستی، درسته؟ حسین بله بله فردوسی زاده بفرمایید. بله بله، من اول تشکر میکنم و بابت این فضایی که فراهم شده و فراهم کردید و درود میگم خدمت همگی و میخونم. ای کاش که هر شب ما دوران انتخاب بود، ما و توهم سرخوشی هایش در تلخ تجربه هامان یک سال بی آبان بود، قصه های ناتمام و مادرانش. خرداد و تیر و مرداد و سال بود، ای کاش بدون داغدارانش. اوکراین و کودک و پرواز بود در مام امن بی سقوط خاکش. اسلام و فرقه و خدعه نبود در جمهوری خیال حاکمانش. دین و تعصب و جهالت هم در مغز سیاست کثیف و آشغالش. حتی خدای خالق دوران با عقده‌های جنسی و کمبودهای کودکانش. ای کاش و ای کاش و ای کاش ها، کفر است نگو حتی یه دانش. ماییم و ای کاش این ای کاش ها، عمری چه زما رفت و حسرت‌هایش. ای کاش نباشد این ای کاش ها، نسلی که بماند این زمین برایش. خسته نباشی حسین عزیز. عزیزان اگه نظری دارد بفرمان، اگر نه بریم جناب مهدی. سلام و عرض ادب خدمت همه دوستان. من سری اول هست که شعر میخونم، ولی چند جلسه ای رو فکر کنم 7-8 جلسه ای رو سعادت داشتم که بشنوم شعر خوب دوستان رو و نظرات خوب صاحب نظران رو. تشنه مثل خاک خوزستان که دو تا دست بی نمک دارد. مادری داغ دیدم که فقط گله از گردش فلک دارد. از زمانی که بچه اش مرده به عدالت عجیب شک دارد. سوگوارم شبیه اهوازم، داغ هی پشت داغ میبینم. مرگ چنبر زده است در کارون، کرخه را باطلاق میبینم. چلچراغم که روی گلدسته، خانه بیچراغ میبینم. چاه نفتم که از جنوبی ها عرق شرم بر بدن دارم. یک پناهنده در دل دشمن، خاطرات بد از وطن دارم. از زمانی که چشم وا کردم، جای پیراهنم کفن دارم. چه گوارای بی ثباتم که به خداوند معترض شده است. دین صد فرقه ام که در چشم مردمش خار و مشمئز شده است. یک خداوند بی پدر مادر، نسلم از ریشه منقرض شده است.
وطنم مثل مسجد الاقصاست، بر سرش مدتی است نزاع شده، غرق خاورمیانه ام که عجیب چند سالی است بی دفاع شده. دل من خانه کبوترهاست، در سرم بمب اختراع شده. من خلیچم که شیخهای عرب روی اعصاب من قدم زده اند، ریشه خاک هام را پیوند به گسلهای ارگ بم زده اند. سیستانم تنم پر از زخم است، آنقدر سنگ بر سرم زده اند. مثل دریاچه ارومیه ام که مرا خوب زیر و رو کردند. والدینم برای خشکی من هرچه در چنته بود رو کردند. روی دستان من نمک ماند و زخمهای مرا رفو کردند. مثل طفلی یتیم میمانم که به ناف وطن گره زده اند. حال من کابل است از وقتی طالبان را به من گره زده اند. شده ام مثل سرزمینی که جهل بر مردمش سوار شده، باغبانی که تا گلی را دید به خیال خوشش بهار شده. مثل دریا شبیه کاسپیانم که به نفع پوتین مصادره شد. من جنوبم که بر سر خاکم بین اعراب هم مشاجره شد. آنچنان زیر بار فقرم که چون فنر در خودش جمع شده. من خراسانیم که بعد مغل توی تاریخ قلع و قمع شده. سیستانم بدون آب و غذا که در آن پلمپ میخواهد، و وزیری ندیده اینجا را یک کریستوف کلمب میخواهد. شاه قشمم که مات و کیش شده، به گری کاسپاروف حواله شدم. بیوه ام که به عقد چینی ها صیغه 25 ساله شدم. بچه ام بچه فقیری که جای دکتر زباله گرد شدم. یا زنی مؤمنم که بالاجبار صیغه 1000 مرد شدم. گاه در جشنهای آیینی شعرهای فروغ میگویم. بچه ام تا نمیرد از غمنان آشکارا دروغ میگویم. خاک پاک جنوب ایرانم، زیر پاهام نفت خوابیده. مثل ساعت که عقربه هایش سال 57 خوابیده. کشوری که سیاستش هر روز محو دستورهای دین شده است. سرزمینی که شکل زندان است، کشورم بندی از اوین شده است. درد من را کسی فقط فهمید که دو قرن سکوت را خوانده. سگ ولگردیم که صادق گفت توی جغرافیای وامانده. معنی واقعی سانسور را شاعری در سکوت می فهمد. خشکی واجه های شعرم را آتش دشت لوت می فهمد. حرف هایم برای مردم شهر مثل گوش و گوش واره شده. حرف هایم به طول انجامید مثل شعری که چهار پاره شده. تقدیم به شما بزرگواران، ممنون که شنیدید. خسته نباشید جناب خدا برس عزیز، حضور شما رو تبریک میگیم و بسیار خوشحالیم و میریم سریعاً با توجه به کمبود زمان. حاتف جان عزیزان لطفاً بفرمایید چقدر کلا ما وقت داریم تا رأی گیری؟ الویس عزیزم 20 دقیقه. بله 20 دقیقه وقت داریم. 20 دقیقه وقت داریم. خب عزیزان خواهش مندم بذار ببینیم چند نفر اینجا هستن. 3 6 9 دیگه. خب شعرها کوتاه دیگه. آره دیگه، دیگه عزیزان لطف بکنن شعرهای کوتاه بخونن و فرصت خوبی هم هست برای مرگ زدن خودتون. ببینید تو کوتاه ترین لحظه ها چجوری میتونید اثر بذارید رو مخاطب. شاهین عزیز با سرعت شد. خب آیه ارشیا سلام خدمت شما. من اولین جلسه عزیز شما نتت احتمالاً خرابه.
این نت رو یه چک بکن لطفا. چشم. به نظرم دوستان شعر بخونن، من هر وقت نتم درست شد عشقی جان بدن. صداتون الان خوبه، چه صدای جیجیره که لذت بخشیم از اون طرف میاد. الان صداتون بهتر شده. الان صدای من کامل میاد. بذار ما همون جیجیره که رو بشتریم یکم. لیوان مشروب پر روی میز، از حالت مستی تا گریز، پرتاب تو روی آن تخت خواب، از ناله های سرنگ زیر میز. عاشق شدن مثل یک پنجره، یادم از پنجره، من آتش سرخ در دفترم، در یار خسر، از لرزش سرد این دست ها، تا لذت جلق سرمست ها، من مثل یک مبتذل در خودم، من حاصل جمع صد الکلم، من در همین حال از خودم باختم، ز خود توده از کفن ساختم، من نالی درد ویرانگرم، آثار درد دیرین در سرم، از خشخش برگ تا مرگ من، تا خلط چرکین در بخت من، از بیطرف بودن دردها، از بیشرف بودن مردها، از حرفهای لال در گلو، تا حرکتم سوی مرگ از جلو. متشکرم. بسیار عالی، خسته نباشی عزیز. سلامت باشی. امید داریم در ادامه کارهایی باز هم قوی تر و جدی تر بشه. معبد عزیز. سلام عرض میکنم خدمت همگی، شب بر شما خوش. سر به زانو هنوز میبارم، چه خیال خجسته ای دارم، در زمینی که آب نایاب است، همچنان تخم هیچ میکارم. و زمستان شروع قصه من، و زمستان ادامه ام میداد، مگر این فصل فصل سرما نیست، پس چرا من هنوز تب دارم. و من اینجا مقابل قاضی، جایگاه شهود آوردند، گفته قاضی که آخر خطم، گفته دیگر اسیر اجبارم، گفت از خود دفاع کن، گفتم جرم من را دوباره میخوانید، جرم من محرز است، اما من در تدارک برای انکارم. همه ی شهر خوب میداند، چند سال است حال من خوش نیست، چند سال است شعر میگویم، چند سال است بنده بیمارم. من دیوانه را تماشا کن، گوشه این اتاق ساکت و سرد، با خودم حرف میزنم، انگار باز هم در مصاف دیوارم. داستانی برای گفتن نیست، باز شعرم روایت درد است، باز من ماندم و کسی که نبود، باز هم در مسیر تکرارم. می نویسم شکوه تنهایی، تو بخوان باز کوچه بن‌بست است، می روم باز سمت خاطره ها و خودم را به یاد می آرم. می نشینم کنار دلتنگی، دست در دست دردهای دلم، جوخه آماده است، آمده ام که خودم را به دار بسپارم. ممنون دوستان. بسیار عالی، خسته نباشید. امیر عزیز بفرمید. درود به همه. جلسه سومی که میخونم بدون هیچ چیزی شروع میکنم. نه تو و نه من داند که چه کسی خوب است یا بد، ما سگ که باشیم که بنامیم کسی را کودک یا مرد، شاید آنکه نامش مادر است در آید تو زرد و قاتلی خونخوار باشد، شاید نامش مادر، یا از پیامبرانتان که بودند کافر و معتادان علافی که ویلانند در کوچه ها، با دستانی سرد و یخ زده همچنان از لای در، یواشکی به خدا دارند باور،
تو از کجا دانی که حرف میزنی جانم؟ کاش از قضاوت هیچ نگویی که توی چاق و چله و پردنبه، از لحاظ فکری از سین نیازمند و فقیر و لاغر. بسیار عالی، خسته نباشید خانم فروز. سلام، صدایم درد می کند، استخوان‌هایم فریاد می زند، بس است من تپش چیزی در سینم و خونی که زیر پوستم می لغزد را حس می کنم. می بینم ما هر شب چگونه افکارم را به خیش می کشد. من حتی چرخش زمین به دور خود، به دور این چیزی که اسمش را خورشید گذاشته ای می فهمم. و هر بار که می چرخد سرم گیج می رود، حالم به هم می خورد از زندگی، چشمهایم سیاهی می رود و هر سو پلکهایم برای دوباره باز شدن از مرگ اجازه می خواهند. مریه‌هایم برای نفس کشیدن دلیل. من هر روز سلول‌هایی که از من می‌میرد را از آنها که زنده می‌شود کم می‌کنم و آن را قسمت می‌کنم میان رویاهای کودکیم و عشق سال‌هاست از من جذب می‌گیرد. در آخر پشیزی از من می‌ماند که در صفر ضرب می‌شود. من رویاهایم، کارهای بزرگی که در سر دارم، چیستیم جز صفری مطلق در بیکران کهکشان ها. بسیار عالی، بسیار عالی. من فکر می‌کنم پتانسیل بسیار جدی در این شعر وجود داره. و شما چندمین بارتونه که شعر می‌خونی؟ فرزان جان؟ من امشب تازه با رومتون آشنا شدم و دفعه اولی هم هست که می‌خونم. خب چقدر خوب. خیلی ممنون به خاطر این فضای خوبی که ایجاد کردید. خواهش میکنم، خواهش میکنم، موجب افتخاره. بسیار عالی، ممنون میشم بقیه دوستانم نظر بدن. خواهش میکنم هر کدوم از دوستان اگه نظری دارن، البته ما چون متناسب با زمانی که الان داریم، درسته، ولی با این حال اگه کسی از عزیزان، اصولا ما جلسه اول بچه ها ورود نمی کنن تا هر حال یک حالت خوش آمدگویی و آشنایی اساساً باشه تا ما با شعر آشنا بشیم، چون واقعیتش اینه که با یک بار شنیدن شعر یک نفر چندان نمیشه نقد درستی داشت. باید بفهمیم زبانتون رو، نوع برخوردش رو با در واقع با واژگان و اینها. برای همین ولی در ابتدا هم بسیار خوشحالیم که تشریف دارید. خب خواهش میکنم قربان خدمت شما شود که به به جناب داوود عزیز. داوود جان هستی؟ درود شاین جان، وقتتون بخیر. بسیار عالی. داوود جان الان من اون چیزی که الان دارم اینجا میبینم کدوم اینا رو میخوای بخونی؟ من اولی رو میخواستم بخونم. آره من اولی میخواستم بخونم چون تایم نیست. دومی اگه میدونیم که باز زمان کمه من یه دو بیتی بخونم. نه بحث چیه؟ بحث اینه که من نمیخوام تو یه جوری بشه که با سرعت بخونی، برای همین فکر کنم دومی. آره دیگه بذار دومیه رو بخون. باشه چشم. انسان غم‌آلوده دربند زمان درگیر خرافات یهودا شده است. در عمق دروغ و دغل و تاریکی در گوشه زندان زمین جا شده است. در راه پر از دغدغه دینداری با آیه کچ کرده خود محوریش با جست پسا فلسفه امروزی این لاشه ما را به کجا میبریش؟ در بود زمین سوز زمان میسوزم با چشم پر از مستی و دیوانه شدن از مسخره مسخ جهان سوسک شدم. در فصل پر از بلبل و پروانه شدن چشمان پر از بغض و پر از تنهایی بر صورت غمگین جهان می بارد. ای مرگ بر این زندگی یاغی کش، از هر طرف اینجا خفقان می بارد. از چشم هوسباز خدا میبینم این چرخش و سگد و زدن هستی را. پایین بکشین کرکره دنیا را، پایان بده این فاز بد مستی را.
از چرخش این چرخ دمر می فهمی، از چکچک این خون جگر می فهمی، از حالت چشمان پدر می فهمی. دنیا شب و روزش به سیاهی ختم است. تقدیم به شما. بسیار عالی، بسیار عالی. ما کارهای شما رو دوست داریم داوود عزیز. و عزیزان کسی نکته‌ای داره دیگه ورود کنه دیگه، من نگم دیگه. خبات عزیز بفرمایید. من سلام میکنم به همه دوستان شاهین جان. راستش من این شعر رو چون قبلا فرستادم برای هومن عزیز و نظر هومن خیلی برام مهم بود و نفرستاد جوابشه، فقط خواستم بخونم که هومن نظر بده، که وقت نظر نیست شعر رو نمیخونم، منتظر جواب هومن میمونم بعدا. خودش اگه خواست بفرسته. نه بخون بابا، اونقدر میتونیم حالا هومن که تراهورش بالاست چند ثانیه هم میتونه نظرشو بگه. بفهم بخون. شما بعده شما ببخشید دیگه وقتتون رو میگیرم. نه آقا بفهم. تنها گالیله سجده نکرد و رجم جزای جرم شد تا کوبش عصا، فبشر بشر را به شر. کاش دستهایت سم باده می زدند، نطفه را نقطه از تا جلال. مرز را بیلرز چهار نل کوبیده، خواب اسب شدن می دید قاطر مست. سقوط را تا به خاطر می سپرد پرواز ته دره، که نپرامیست ملعون بخوان به نام بشر که آفرینه شه تو را خدا در آخرین پک زو زمی کشید. ببخشید شاهین جان دیگه بد موقع. بسیار عالی، بسیار عالی. حالا من که دیگه نظر نمیدم، ولی هومن جان چشم عزیزم، چشم شاهین جان. من واقعا عذرخواهی میکنم خواهیم، من واقعا نمیدم چطوری عذرخواهی کنم، ببخش عزیزم. کار خیلی خوبه، فرم خیلی خوبی داره، زبان خیلی خوبی داره، بازی‌های زبانی خیلی خوبی داره. بیشتر از همه فرمش در واقع دلپذیره، به خاطر اینکه با سجده گالیله شروع میشه، یعنی با مفهوم دین در واقع شروع میکنه، ولی به در واقع دین اسلام یا مسیحیت یا به دین خاصی در واقع اشاره نمیکنه و اشاراتش هم در واقع مستقیم نیستن، غیر مستقیمن. و مثلا تو سطر پایانی ما باز دوباره به دین میرسیم که فرمش بسته میشه. رفرنس های بیرون متنیش هم مثل سقوط را به خاطر بسپار، پرواز را نه، مثلا پرواز را خاطر بسپار، سقوط پرنده مردنی و غیره، به نظر من خیلی قدرتمند و حرفه‌ای کار شدن. زنده باشی عزیزم، ببخشید به خاطر زمان خیلی سریع صحبت کردم. مرسی هومن جان، ببخش بد موقع شد. بسیار عالی. اون بشارت دادن بشر به شرارت هم نکته جذابی بود که حالا متاسفانه فرصت نیست بشه مفصل در موردش حرف زد. سندا جلالی عزیز یا عرض ادب، ببخشید ببخشید، سدنا، سدنا. بله بله، عرض ادب و احترام، ماش به کلتون، سدنا هستم، دوم شبیه که کار تقدیم وجود نازنینتون میکنم. مثل پلنگ تیر خورده خونی و زخمی تو بیشه یه تنهایی خوابیده و بیهوشه، اصلا نمیدونه چطور روزا میان میرن، انگار چراغ خونم همیشه خاموشه. احساس پوچی کل این اتاقو پر کرده، خستم از این زخمای هر روزه تکراری، با چشم باز میپرم از کابوس و باز خوابم واسه ادامه چشم من نداره اصراری. یادت میاد زخم پلنگ خسته بیشه؟ اون ماشه رو من دستتو دادم، خودم گفتم، گفتم جلو سیبل مسائل نیشه محکم بود، تیرت خطا رفته ولی از پا نیفتادم.
وقتی قوی بودن میشه استایل هر روزت، وقتی همه فکر میکنن تو شاد و خوشبختی، هیچ کس نمیدونه تو قلبت چه غمی داری، وقتی تو استوری همه میگی و میخندی، یادت میاد پلنگ زخم خورده تو بیشه، گلوله از هفتیر مدعی تریب خورده، میگه تو مرغ عشقمی باید پیشم باشی، احساس من، قلبم، همه روحم پیشش مرده. خسته نباشید، بسیار عالی. عزیزان اگه نظری دارید سرعتی بفرمایید بریم روی نفر بعدی. مشکل اینجا فقط باید روی وز کار کنن دیگه دوباره مثل دفعه قبل. زنده باشید. بسیار عالی، ممنون. محمد عزیز. مرسی شاید اینجا. من فقط یه دهدی یه جمله اشتباهی رو مطلب شدم، اشتباه رو اصلاح کنم. در مورد شعر خانم حافا اون دقیقا درست بود، علا به ذکر الله بود، علا به ذکر الله درست بود، نه علا به ذکر الله گفتم، آره اشتباه بود، ما سریع ازش گذشتیم. آره قرآن رو مثل کف دستم چون بلد نیستم به خاطر اشتباه کردم. نه اصلا من شاید بودم علا به ذکر الله آره شاید من اونجا شما رو به اشتباه انداختم. آره اشکال نداره. ببخشید در صورت من مرسی تشکر. شیوای عزیز. سلام عرض می کنم خدمت شما دوستان عزیز. چشم. تو در کدام گلها به آب می رسی و در کدام گلدان آفتاب پشت کدام دیوار تن عریان خود را پهن کردی؟ زبانت در کدام سیاه چال فرو رفته؟ در کدام گلو خشکیده ای؟ بوی اسپرم جا ماندهت بر مادیان خواب دیز می خورد؟ در گوش های چه کس نفس هایت زوب می شود؟ در چشم کدام مرد برگاس می رسی؟ تنها حاصل تعریق و چسبندگی کشاله هایت خمیده ی عفونت تنت را بلند می شوی. یک تکه لاشه متعفن همین. زیستن در تکسر است. نیاز به هیچ چشمی نیست. زاییده هیچ اندوهگین و خود دلیل فراموش خانه ابدی. مانند جنینی که جا مانده در رحم زنی یاسه. جهان بوی زخم تخم مرغ موش خورده می دهد. متشکرم. بسیار عالی، خسته نباشید. سامان عزیز. سلام، من یه شعر خیلی خیلی کوتاه دارم. مأمور تخلیه در را شکست، خانه سایه شد از خجالت، بعد خسته در خیابان نشست. تموم شد. خب اجازه بده ما شعر رو یه بار ببینیم اصلا. خب سامان هر بار ما رو متعجب میکنه، این بارم الان ما در انتهای جلسه هستیم، زیاد نمیتونیم. من فکر میکنم اینو نگه داریم واقعا در مورد این کار جلسه بعد صحبت بکنیم، ولی این نمونه درستی از یه کار کوتاهه که میتونه خنجر بزنه روی زبان. عزیزان اگه نکته‌ای دارن سرعتی بگم بریم. عوض میخوام جناب نجفی، من فکر میکنم در رابطه با شعر جناب خبات هم باید جلسه آینده اگر بشه یک بار دیگه بخونن چون زمان نبودش صحبت بشه. مرسی. بله بله حتما، شعر ایشون هم به همین درد. شعر سامان جان که عالی بود، فکر نمیکنم نکته‌ای باشه. زنده باشه سامان. هومن جان، من از این جهت برام مهمه که ما به عزیزان این رو در واقع بتونیم بیشتر تاکید بکنیم که چگونه میشه با کمترین واژه کار کرد، و این یه تمرینه دیگه، تمرین جدیه که سامان داره انجام میده و موفق هم درش هست. بیتای عزیز بفرمایید. سلام و درود به شما شاهین نازنین و همه عزیزان.
من اولین باری که وارد این گروه شدم خیلی خوشحالم و شعرم رو تقدیمتون کنم. این آخرین مشعل است که قهرمانی را بیاغازد به نبردی نستوه برای بازی بزرگ. تمام تاریخ را با گرسنه گرگان دویدم، بی آنکه به قیرگون شب شرارتی ردای نور از جام اندامم براندازم. زخمهای زمخت زندگی خالکوبی خلوت روح من است. هر بار که بادبار از بند بادیه‌ای گذشتم، به خونیاگری خنجری خطی به جا به دیوار جان شکست، نشست. گاهی بیگاهی در جلد جنگل جنون عقابی به عقوبت خیره من می اندیشید به راه روشن رستن. فصلهای فریبی در بزنگاه باشیدن مرا به امنیت اجاق عشقی می خواندند، به هوای بوی زلفی که در سر سکوتشان به کیمیای کرنش خزیده بود، به زن. اما من مویه مرگی بودم خفته در کمرگاه کور یک تولد که عیاری به هیبت هوشیاری می طلبید. حالا باد بوی سرزمین تازه می دهد. این آخرین شعله، این شعر را به بوسه بدرود بلند بخوان که از هنجره حال تو جهانی دیگرگون شود. ممنونم. بسیار بسیار عالی بیتای عزیز، خوش آمد میگیم به شما و امید داریم که شما رو در جلسات بعدی انجمن هم داشته باشیم. شعر قوی، زبان استخاندار و یقین دارم که ما کارهای جدیدتری هم از شما خواهیم شنید و استفاده میکنیم. همینجا هم خوش آمد بگیم به جناب علی کریمی، در خدمتون هستیم به عنوان در حال حاضر آخرین نفری که شعر میخونن یا دو نفر دیگه هم از بچه های مدیرتون میخونن. من سلام میکنم خدمت شاهین جان، لیلی عزیز، مومن، مزدک، بدرزا، محمد گناهادی عزیزم. خونم از جنگ های صلیبی در رگ جنگ های سه روزه، مکتبی که خدا کرده تأسیس ابتدا صلح ادیان رفوزه است. خون آدم از آغاز تا حال چون شرابی کهن توی کوزه است. یک نفر هم وفایی ندیده، کل دنیا عروسی عجوزه است. آخر و عاقبت ما کجاییم؟ نزد درگاه چندین خداییم. قصد دیدار آبا و اجداد، داروین رفت میمون ببیند. سنگ را بست بر نوک یک چوب، زد به ماموت تا خون ببیند. اولین چادری که بپا شد، صبح رنگ شبیخون ببیند. خون و خونبازیش را همیشه تفلکی چرخ گردون ببیند. با تکامل جهان را به هم دید، آدمی هرچه خون دید کم دید. شهرها ساق آتش کشاند، جاده را ساق لشکر کشی کرد. مرد هر خانواده زنش بود، داد شمشیر در دست هر مرد. از فلس ساق تنپوش رزم و کرد فریاد پسکو هم آورد. رفت به فکر حتما خدا اوست، از خدا هیچ اسمی نیاورد. تخت شاهی برافراشت برخون، گشت بازیچه‌اش بچه میمون. شد قلم پای شمشیر و نیزه، باز شد پای باروت به جنگ. هر که خدا به مردن زده بود، به هدف میزد از چند فرسنگ. جنگ این قوم آن قوم را کرد، تا ابد جنگ فرهنگ و فرهنگ. اشتراکی نمی کرد پیدا بین باروت با اولین سنگ. آلت قصد معنایش این است، قاتلی با دو پا در زمین است. گاز سمی و نارنجک و مین، جنگ های جهانی و کشتار، بمب های اتم بر دو تا سر. وسعت مرگ هکتار هکتار، هرچه کشتن رو کشتن دیدن، مانده از آدمی باز بسیار. صلح کردن آن وقت با هم، تا که گردد عوض نوع آزار. اصل لشکرکشی خط کردید، زورگو جا به جا دیکتاتور چید. خونم از مرگ بر دیکتاتور ریخت، بر کف پمپ بنزین هر شهر. گاز اشکاوری که فرو رفت، با نفسهای سنگین هر شهر. بعد چندین دهه قفل گردید، دست بالا و پایین هر شهر. هر کسی ریخت یک ساعت شادی، بر سر روی غمگین هر شهر. داروین گفت میمون بمانید یا که آزاد خود را بدانید. ممنون.
بسیار عالی، علی عزیز. خب ما برسیم به دو مدیریتورمون. خانم مهوش بفرمایید شما، و بعد فکر کنم خانم منصور اگه اشتباه. شاهین جان اگه اجازه است من بفرمایید. متشکرم. من اگه اجازه است فقط از فرصت استفاده کنم، قرار است که خانم مهوش و خانم منصور فرمودین کارشون رو اجرا کنن، اشاره کنم که کاندیدای این جلسه‌مون کیا هستن که عزیزان فرصت بکنن که متن رو مطالعه کنن برای اینکه بتونن. عزیز جان اگر صبر کنی، چون ممکنه که از این دو نفر دیگه هم کاندید باشن. بسیار عالی، بسیار عالی. من سلام عرض میکنم خدمت شما دوستان عزیز، با کار در خدمتتون هستم. بعد از تو از سقف موزیکی بلند، در حضور شبی روشن جان از تنم میگیرند، و با جان تازه تری دوستت خواهم داشت. خارج از زندگی هنوز نوشته نشده بود، مرگ مرا خواهد کشت. مرگ میتوانست یک فراری محترم از برگ چندم شناسنامه‌ام باشد. من می توانستم تنها دو پستان از حدقه بیرون زده باشم روی جلد کتاب های فلسفه. تو می توانستی برای چند فصل من کافی باشی. برگردیم به زندگی. بلجنزار صبح در تهمانده غروبی کپک زده، همزمان در چند قطار مسافرم، رخت خوابی جمع شده، لباس خواب زنی رفته، سبیلیم تراشیده در زندان، صبح‌های شلوغیم در غسال خانه ها، شکل تردار تنهایی. نه آسمانیست نه زمین، سرم از هر کجا که فکرش را کنی، پاهایم از هر کجا که فکرش را کنی زده است بیرون. درست دقیقا شبیه خواب از شقیقه هایم، و زمین گرد نیست وقتی تو رسم دایره را نمی فهمی. بسیار عالی. هومن جان چیزی میخوایی شما؟ نه عزیزم تشویق کردم. بسیار عالی. پس ما با خانم منصوره هستیم عنوان نفر. سلام دوباره سلام کردم. لکنت زبان گاز میزند از لبریز کاسه زانوانت، هر بار که گره میخورد مشت در جیبم. نفست بند نیاید، بالاتر از سیاهی رنگ جوهری زبان سرخ است در بساط دست فروش ها. گلوله ها در شورشند و تناب ها طلبکار، قوهای گردن کشیده را می خواهند. خریدار خط می زند، اسم، عکس، امضا. فروش تعطیل نیست یا بازار مکاره. صف می کنند به خط، سری که درد از پالان آزادی، چشم در چشم، پایی که زخم از تا ولی اجدادی، و جوخه آماده به فرمان شلیک می کند. تمام شد، ما جنازه نیستی. تیرک ها در آغوش من گرفتند، و زمین از خال قطره های خون کبود. پرنده ها منقار ابابیلند، و آسمان همخوابه غروب، رد زاییده از برق چشم زنده های کشتگان. به ترس مشت در جیب دیگر نیست. متشکرم. بسیار عالی، بسیار عالی. ما واقعا فوق العاده، یعنی کارها با قدرت زبانی و این شکل برخورد با واژگان فوق العاده. واقعا خسته نباشید عزیزان. خب ما الان الویس عزیز شما لطفا فرمان رو در دست داشته باشید. خواهش کنم، هستم در خدمتتون. اول که خسته نباشین جناب نجفی عزیز و همه حضار در اتاق.
ما 5 نفر کاندیدا داریم، تعداد کاندیدامون یه مقدار زیاد هست، احتمالش اینه که رأی‌ها شکسته بشه در صورت. ولی خب من یه نکته هم اینجا اشاره کنم، همونطور که جناب نجفی اول جلسه اشاره کردن، اصلا بنا بر مسابقه نیست به هیچ عنوان، اصلا چیزی ما به عنوان مسابقه نداریم. اینها همه در واقع القابی هست که ما فقط برای به عنوان تشویق اعضا و در واقع دست بر ایزا گفتن به قلم تک تک عزیزان انجام میدیم هر هفته، پس بنایی بر مسابقه نیست. من 5 نفر کاندیداها رو معرفی میکنم برای هفته 23. عزیزانی که معرفی میکنم دوتان روی صحنه بمونن، سایر عزیزانی که زحمت کشیدن شعر خوندن من ازشون تشکر میکنم، برگردن به آدینس خودشون لطفا تا اینکه بتونیم پروسه رأی‌گیری رو شروع کنیم. عرض میکنم خدمتتون برای کسایی که جلسه اولم هستن چجوری هست رأی‌گیری بدون استرس، توضیح میدم خدمتتون. 5 نفر کاندیدای این هفتهمون هستن: خانم فریده سفلی خانی، اگر درست تلفظ میکنم، خانم فریده، آقای محمد رضا مهرانی، آقای سروش علی نژاد، آقای مهدی خداپرست و خانم مهوش. لطفاً این 5 نفر روی استیج بمونن، بقیه عزیزان مفت آدینس بکنن لطفاً. من سیستم رأی‌گیری رو یک بار توضیح میدم، هر کدوم نام هر کدوم از عزیزان رو من میخونم، 1 دقیقه زمان داریم برای اینکه رأی‌ها رو جمع بکنیم. مسلماً بدون هیچ شکی رأی‌گیری خیلی دقیق نخواهد بود، به خاطر اینکه هر لحظه بالا پایین میشه رأی، ولی سیستم اینجوری هست که زمانی که اسم رو من میخونم در این 1 دقیقه شما وقت دارین تا دست خودتون رو با این فانکشن رایز هند بالا ببرین و با این کار به کاندیدای مورد نظر خودتون رأی بدین. من بیشترین عددی که روی صفحه خودم میبینم یادداشت میکنم اینجا و پیشاپیشم از عزیزان تشکر میکنم که به من اعتماد میکنن برای این وظیفه که به من داده شده برای این جلسه. اگر که خانم سلطانی فکر کنم بتونن، نمیدونم شرطشون به چه صورتی است، اگر خانم سلطانی شرایطی داشته باشن که این جلسه برای ما یه کار اجرا کنن و توی این فرصت عزیزان بتونن 5 کاندیدا رو شعرش رو بررسی کنن، من فکر کنم خیلی مناسب باشه. خانم سلطانی اگر که بعد. مرسی، ممنونم آقای بدیع. من یه شعر میخواستم بخونم، حالا نمیدونم صدام مناسبه، قطع و وصل نمیشم. بله بسیار خوب، بفرمایید. من متن شعر رو گذاشتم داخل بایو، اگه عزیزان دوست دارم ببینم. اسم شعر هست اتاق. صدا زدم و کسی حرم گریه را نشنید، صدا زدم و کسی در حیات خانه نبود. منی که طعم گس شوق زندگیم را حضور امن و هماغوشی اتاق رو بود. به جای دلهره اما پناه بود و رفیق و تکیه گاه بزرگی همیشه پشت سرم. تمام زندگیم در اتاق جریان داشت، منی که گریه پنهان قفل پشت درم. و اشکهای مرا جز همین اتاق ندید و دردهای مرا حال خوب پنجره برد. عکس پرده گفتم که اینجا می اثرم. به موج نور نگفتم که شقابت مرد و او که حس مرا صادقانه می فهمید. اگر تاج و آک به جا آدم بود چند روز برایم شناسود شدن شبان سوخت حضورم من برم بود. سال‌های زیادی گذشت و فهمیدم که مشتای دیوار رنج دنان داشت و خون توی گاش سفید بود نفخ خراچه در بدش نبود. الی جان عزیزم صداتون نمیاد متاسفانه، صدا خیلی خرابه. من فقط اسم منصور جان جاموند. علیز جان اگه لطف کنی یه بار دیگه اسما رو اعلام کنی تا الی جان اگر که امکانش هست یه جایی برن که ریسپشن بهتر. چشم لیلی جان، حتما من اسامی رو دوباره اعلام میکنم. 6 نفر هستن کاندیدای جلسه 23. خانم فریده سفلی خانی، آقای محمد رضا مهرابی، جناب آقای سروش علی نژاد، مهدی خداپرست، خانم مهوش و خانم منصوره کاندیدای ما هستند. پس 6 کاندیدا داریم برای این جلسه.
خانم سلطانی چجوریه وضعیت اینترنت؟ نمیدونم الان صدام اوکیه؟ بله بهتر بفهم. ببخشید بعد از اول بخونم بکنم؟ اب نداره بخونید از اول بخونید. صدا زدم و کسی حرم گریه را نشنید، صدا زدم و کسی در حیات خانه نبود. منی که طعم گس شوق زندگیم را حضور امن و هماغوشی اتاق رو بود. به جای دلهوره اما پناه بود و رفیق و تکیه گاه بزرگی همیشه پشت سرم. تمام زندگیم در اتاق جریان داشت، منی که گریه پنهان قفل پشت درم. و اشکهای مرا جز همین اتاق ندید و دردهای مرا حال خوب پنجره برد. به رقص پرده نگفتم که رنج بی اثرم، به موج نور نگفتم که عشق و رابطه مرد. و او که حس مرا صادقانه می فهمید اگرچه آجر و آهک به جای آدم بود. شبان روز برایم شبان سوز شدند، شبان سوخت حضورم که من به غم بود. و سالهای زیادی گذشت و فهمیدم که مشتهای به دیوار رنج پنهان داشت و خون توی رگانش سفید بود. نه سرخ، خراش در بدنش گچ نبود، جریان داشت. و سقف شاهد بی خواب لحظه هایم بود، حضور خسته یاسی یک بدن که منم، نگاه نافذ و سنگین روی اندامم، اگرچه تا به ابد تا همیشه من که زنم. به انتظار نه اصلا، در انتظار چرا، کسی نمی شنود هرچه داد هم بزنم. صدا زدم که بگویم هنوز تنهایم، دلش شکست فرو ریخت گفت این که منم. شبی برای خودم بی بهانه می رخصم، شبی که مرگ به تنهاییم سرک بکشد. اتاق شاهد من، آه اتاق معصومم، کسی نبود که رویش دو قاصدک بکشد. رها ترم که بگویم هنوز غمگینم، کسی وجود مرا ناگهان مهم پنداشت. شبی که خانه پر از ازدحام شد، ناگاه نبودم و به اتاقم کسی تعلق داشت. متشکرم. مرسی. خانم علی سلطانی، متشکرم از شما. بسیار کار با احساسی بود، سخت به هر صحبت کردن بعد از این کارتون. اگه اجازه بدیم بریم برای رای گیری، با توجه به اینکه ساعت من 21:29 دقیقه هم هست، احتمال هست که ما 5-6 دقیقه اضافه بره جلسمون. از همینجا عذرخواهی میکنم از عزیزان. رای گیری رو مستقیم شروع میکنم با خانم فریده صفی‌خانی. فانکشن رایز هند الان آف هست، به مدت زمان 1 دقیقه ما این رو روشن خواهیم کرد. شما دستتون رو با بردن اسم هر کدوم از عزیزانی که میگم میتونید بالا بیارید. هر کدوم از این کاندیداها 1 دقیقه وقت دارن و ما رأی ها رو جمع آوری میکنیم. برای خانم فریده صفی‌خانی زمان رأی گیری از این لحظه شروع میشه. عزیزانی که فکر میکنن خانم فریده صفی‌خانی کاندیدای جلسه 23مشون هست، میتونن بهشون رأی بدن. سی ثانیه. Thank you.
خب عزیزم، بریم برای آقای محمد رضا مهرابی. جناب آقای محمد رضا مهرابی که کارشون رو اجرا کردن، زمان رای گیری از این لحظه شروع میشه برای ایشون. کسانی که فکر میکنن جناب آقای محمد رضا مهرابی کاندیدای این هفتهشون هستن، میتونن به ایشون رای بدن با آوردن بالای دست خودشون. سی ثانیه. میریم به سراغ آقای سروش علی نژاد، کاندیدای دیگه این هفته. کسانی که فکر میکنن آقای سروش علی نژاد کاندیدای این هفتهشون هست، میتونن از این لحظه به ایشون رای بدن. من اشاره کنم که پخش زنده برنامه انجمن این هفته با مشکل فنی برخورد کرده، جلسه ولی ضبط شده، به صورت بکاپ ضبط انجام شده و احتمالاً توی هفته با تأخیر پخش خواهد شد از طریق دیالوگ، از طریق یوتیوب دیالوگ. 30 ثانیه عزیزان که فکر میکنن آقای سروش علی نژاد کاندیدای این هفتهشون هستن. سپاس عزیزم، رای گیری ایشون تموم میشه. بریم برای مهدی خداپرست. جناب آقای مهدی خداپرست، عزیزانی که فکر میکنن آقای خداپرست گزینه‌شون هست، از این لحظه یک دقیقه زمان دارن به ایشون رای بدن. رای گیری جناب آقای مهدی خداپرست رو داریم انجام میدیم. بیست ثانیه زمان باقی مونده. نفر بعدی خانم محفش شفیعی هستن، قرار هست که رای گیری رو برای ایشون انجام بدیم مدت زمان یک دقیقه. عزیزانی که فکر میکنن خانم شفیعی گزینه‌شون هست، رای گیری از این لحظه آغاز میشه به مدت زمان یک دقیقه. بیست ثانیه خانم محفش شفیعی.
گزینه آخر، نفر آخر خانم منصور سجادیان هستن. افرادی که میخوان به خانم سجادیان رأی بدن، از این لحظه یک دقیقه ما شروع شده. افرادی که فکر میکنن که خانم منصور سجادیان گزینه این هفتهشون هستن میتونن دستشون رو بالا بیارن و بهشون رأی بدن. بسیار عالی. ممنون از همه عزیزان که شرکت کردن در رأی گیری. اگر یک لحظه من اجازه بدین من رأی ها رو شمارش کنم و شش کاندید داشت جلسه 23. من از نفر ششم میخونم تا نفر اول. پیشا پیشم تبریک میگم به همه عزیزان که به عنوان کاندید این هفته انتخاب شدن. باز تاکید میکنم که همطور که جناب نجفی هم اشاره کردن در ابتدای جلسه، به هیچ عنوان مبنا و بنای ما بر مسابقه نیست، فقط و فقط یک بهانه است برای تمجید از پشتکار عزیزان، استعدادشون، تلاشی که کردن و قلمی که داشتند. نفر ششم جلسه 23 انجمن شاعران زنده، خانم منصور سجادیان هستن. نفر ششم ایشون هستن، تبریک میگم بهشون. نفر پنجم جناب آقای محمد رضا مهرابی. نفر چهارم خانم فریده صفیخانی. نفر سوم جناب آقای سروش علی‌نژاد. نفر دوم خانم محفش شفیعی و نفر اول جلسه 23 انجمن شاعران زنده جناب آقای مهدی خداپرست هستند. به تک تک عزیزان تبریک میگم. بسیار عالی عزیزان. الویس عزیز بسیار ممنون، زحمت کشیدی، خسته نباشید. ما آقای خداپرست برای اولین جلسه داشتیم و ایشون در واقع شعر و شاعر منتخب ما بودن. نکته‌ای که من پیرامون این بحث انتخاب شاعران بگم اینه که این مقدمه‌ای خواهد بود که ما بتونیم شاعر ماه داشته باشیم، شاعر شش ماه داشته باشیم و شاعر سال. و فارغ از این که خب طبیعتاً ما اینو اشاره کردیم که بحث رقابت و مسابقه و اینها نیست، اما اون تشویق به یک جهان در واقع مادی هم باید ختم بشه. یعنی اینجوری نیست که در هوا رها بشه. این رو ما در حال برنامه‌ریزی هستیم، داریم فکر میکنیم با توجه به اینکه بسیاری از عزیزان از داخل ایران هستن، باید یه مدیریتی بشه، فکر باید بشه و نتیجه تصمیم گیری‌ها رو ما عرض میکنیم خدمتتون که در نهایت امید ما این هست که این جریان رو بتونیم تبدیل به یک جشنواره شعر مجازی اصلا بکنیم، که این توانایی داشته باشیم که از دلش در واقع جایزه شعر بیرون بیاد. یعنی اون چیزی است که مد نظر ماست، یکی از اون اهداف. یک نکته دیگه انحرافی من میخوام عرض بکنم که مستقیم به مسئله شعر ربط نداره، ولی با شما عزیزان میخوام در میان بذارم بهش فکر کنید. حداقل این چیزی نیست که اصلا تصمیمی در واقع گرفته نشده، من دارم بهش فکر میکنم از مدت ها پیش، حداقل تو بخشی از اروپا این مسئله داره رعایت میشه. شما هم فکر کنید، به هر حال ما هم در ادامه این جریان هستیم. اینکه رعایت بکنیم، فکر کنید حداقل بشه به عنوان یک پیشنهاد دیگه از این به بعد از این عناوین آقا خانم اینا استفاده نکنیم. با اسامی مستقیم روبرو بشیم. ما این رو میدونیم که در جهانی جدید داریم سیر میکنیم و این جهان جدید دیگه اون جهان دوگانه پیشین جنسی نیست. و
برای همین ما مجبور هستیم که یا یه سری عناوین جدید داشته باشیم یا اساساً از یه سری از عناوین کلیشه‌ای پیشین استفاده نکنیم و اینو با تمرین کنیم با هم دیگه. اینو لطفاً بهش فکر بکنید و بد هم نیست. به هر حال یک بخش جدی از شعر درگیر با مسئله جنسیت هست، بد هم نیست که ما حداقل اینو گوشه چشم بهش داشته باشیم. بسیار ممنونم از همه. اگر نکته‌ای وجود داره عزیزان بفرمایید، نه که دیگه جلسه بسیار عالی بود و لذت بود. فقط یه نکته که من اشاره بکنم، خواهش میکنم تمام کاندیداهاش اشعار خودشونو ارسال بکنن به پیج اینستاگرام ما و نفر اول آقای مهدی خداپرست لطفاً به اضافه شعرشون لطفاً یه عکس هم از خودشون بفرستن. متشکرم. هاتف جان اگر لطف کنی فقط روش های تماس با ما را بفرمایی. من بله بله، پیج این استاگرام ما هست Life Poet Society، اونجا میتونین به صورت دایرکت اشعار خودتون رو ارسال بکنین، اونجا کنترل میکنیم و پاسخ خودتون رو میگیریم. فقط لطفاً یکم صبور باشین، بعضی موقع چون حجم ورودی پیام ها زیاد هست یه مقداری زمان میبره تا اونجا رو کنترل و بررسی بکنیم. متشکرم. بسیار عالی عزیزان، خسته نباشید همگی، تا هفته بعد سلامت و شاد و سرفراز باشید.